کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. به نام خدا، با سلام خدمت دوستان عزیز. جلسه دوم یا اوله؟ پنجم. معلوم میشه که ما به اون خیلی خوش میگذره. خب جلسه پنجم، بله. خب یه نگاهی باز هم به مطالب دوره میندازیم. خب مطالب رو مورد بررسی دیگه قرار میدیم. باز هم در این خصوص اگه دوستان سوالاتی دارند با هم مورد بررسی قرار بدیم. اگر اشکالات، ابهامات، مسائلی وجود داره که میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. سوالی، مطلبی؟ ارتباط گسترده. خب وقتی که مثلا ارتباط رو میگیرم احساس میکنم مثلا خیلی بیکرانه مثلا فهم میشتم. بله. خب تو ارتباط گستردگی استاد وقتی که ارتباط رو میگیرم واقعا بیکرانه، یعنی احساس میکنم خیلی اصلا حد و حدود نداره، یعنی گم میشدم داخلش. بله. بعد این کنترل تشویش منفی 4 رو که گرفتم اون هفته پیش عرض کردم خدمتتون که احساس کردم یه چیزی از وجود من جدا شد، تا نیم متری وجود من اومد. بعد من این جسممو خیلی نحیف و خیلی ضعیف، یه چیز مثلا بی خودی میدیدم، ولی اونی که از من اومد بود بالا خیلی با ارزش تر از اون بود. عرض کردم خدمتتون. بله. حالا نمیدونم اون ماجرا چیه. بله. تو بحث اولمون، تو مطلب اولی که فرمودین، بعد تو اون گستردگی شده، تو اون گستردگی ابتدا خودمون رو گم میکنیم، بعد تو همین گم شدگی خودمون رو پیدا میکنیم. خب ای برادر، یک دم از خود دور شو، با خدای و غرق بحر نور شو. حالا چجوری از خودمون دور بشیم؟ خب به حرف که نیست که. اون وقت در این ارتباطات متوجه میشیم که یه جای از خودمون دور شدیم، انقدر از خودمون دور شدیم که اصلا گم شدیم، و بعد تو همون گم شدگی یه دفعه یه چیزهایی ظاهر میشه، یک مسائل ظاهر میشه که اون مسائل با همون با خدای و غرق بحر نور شدن رو داره. پس دیگه بعد الان میدونیم که در دنیای عرفان بس شعار نیست، بس حتما وقتی یک مطلبی عنوان میشه یه قضیه عملی پشت سرش خابیده، منتها اونه که رفته اون مسئله رو تجربه کرده و این مطلب رو گفته دیگه فقط گزارشش رو داده. خب و ما فقط یک گزارش رو میخونیم دیگه. بله. وجود خودم رو میدیدم، یعنی جسمم رو میدیدم. حالا در واقع به نوعی پرواز آگاهی، پرواز کاربود ذهنی یه چیزایی داریم، یعنی الان اینا رو که شما میفرمایید باید ببینیم که کدوم یکی بوده اینا. البته نتایجش باش خدمتون که اگه چیزی رو دوستان سوالی داشتن بتونیم بدیم. خب آماده شکم توضیح بدیم. حلقه اعوذ توضیح دادیم که وقتی که ما برخورد میکنیم با یک عباراتی که پناه میبرم به خدا، پناه ببریم به خدا. خب آیا ما بگیم که خب پناه میبرم به خدا، این چیز رو داشتیم که آیا اگه ما بگیم پناه به خدا، پناه میبریم به خدا، کار تمومه؟ حله؟ اصلا کافی نیست و این ظاهر مسئله است.
این ظاهر قضیه است که بگیم پناه به خدا، اما در باطنش حلقه است، حفاظ مسائل مختلف دیگه ای هست. چند تا از دوستان این حلقه رو مورد آزمایش قرار دادن؟ من وقتی قرآن میخوندم خب قبلنم اعوذ بالله میگفتم، منتها وقتی به خودم میمدم میدم که شاید دقایق زیادی دارم قرآن میخونم ولی اصلا متوجه نیستم چی دارم. ولی دو هفته وقتی از این حلقه استفاده کردم خیلی آگاهانه قرآن خوندم و خیلی خیلی متوجه، میتونم بگم حالا آگاهی نیومده ولی اون چیزی که میخوندم و چیزی که میفهمیدم خیلی عمیق‌تر بوده و البته بگم ساکن‌تر بودی، به هر حال چیزتر بودی. البته ولی دیروز اینطور نبود. من دیروز با اینکه مثلا وارد حلقه اعوذ می‌شدم ولی بازم بعد از شاید یک دقیقه می‌فهمیدم که نه نمی‌تونم اصلا تمرکز بگیرم، یعنی بازم حواسم پرت می‌شد که اصلا نمی‌دونستم چرا. واقعا چندین بار این اتفاق افتاد و آخر قرآن رو بستم دیگه نخوندم. بسیار خوب. حالا البته بازم داخل حلقه بشین ببینید که با دفعات قبل که تفاوتی نداشته، فقط ممکنه در ابتدا که ما این حلقه رو به کار میگیریم یه دفعه با همه قوا و حملات صورت بگیره، خب که در واقع ما رو یه جوری بشکنن. بله شما ثابت قدم باشین، دوباره استفاده بکنید، بعد میبینید که نه اون تسلطه حتما به دست میاد. استاد ببخشید یه سوالم داشتم. چشم. استاد جلسه اولی که من این حلقه رو گرفتم برام یه اتفاق تو محل کارم افتاد و در واقع مصموم شیمیایی شدم از یه گازی، حالت گاز گرفتگی برام ایجاد شده بود با گاز شیمیایی. علی رغم میلم ولی مثل گذشته ها که موجودات غیرعلمی خب من خیلی زیاد داشتم. بله خاطرمون هست. یه چیزی شبیه اون موقع بود، یعنی یه چیزایی به من میگفتن که آره خیلی بیشتر از این که آسیب دیدی تظاهر کن و این خیلی آزارم داد. یعنی نمیدونم واقعا حمله شبکه منفی بلافاصله بعد از اولین بار استفاده از این حلقه بوده. حالا عرض کردم توی یه مدت توی پریود زمانی در واقع مشخص میشه کاملا چیه. فقط میخوام بگم که اون ثابت قدم بودن رو داشته باشین تا هر مسئله هست، هر ترفندی هست، اون ترفندا به اصطلاح خونسا بشه. من اصلا دلم نمیخواست مثلا حالا به اون ترتیب برم بیمارستان و چندین ساعت بستری باشم ولی اینقدر خود وجود و اینقدر از اون ظاهرم جدا بود که خب مثلا اصلا داشت به جای باری کشته میشد که حالا در هم حالا من بد بود، نمیگم حالا بد بود، معصوم نشده بودم ولی اینقدر کمک گرفتم و اینقدر دوستان مثلا برام تشویش فرستادن تا تونستم یواش یواش به اوضاع مسلط بشم. بله خیلی ممنون. ممنون. خب طول بکشه همین. بله 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 اصلا اصولا تمام حلقه ها همینطوره، دارید میبینید دیگه. یه حلقه میبینید که فوراً این نفر توش ساکن میشه که میبینید که طول میکشه تا اونو به دست کنترل به دست بگیره. خب خیلی ممنون. استاد میشه کاربردش میگی؟ چشم، کاربردش هم الان خدمتتون میگم. بله من در مورد این حلقه اعوذ مثلا در مورد بعضی از موسیقیایی که گوش میدادم قشنگ سنگینی اون موسیقی رو احساس میکردم، خیلی برام سنگین بود ولی الان مثلا همون موسیقی رو من قبلش حلقه اعوذ رو میگیرم بعد گوش میدم خیلی سبک شده. خیلی سبک شده. بله بله. خب حالا کلا در ولی اول در مسائل عبادی استفاده از این حلقه در مسائل عبادی مثل نماز، مثل خوندن قرآن، اینها برای خوندن اصولا کتب مقدس، متون مقدس، اون خوندن حالا به هر حال هر مسئله که به قضیه عبادی مثل حالا مثلا رفتن حج، نمیدونم انجام هر نوع مراسمی، مناسکی، هر جوری این کاربرد داره و حالا به صورت فرعی اینا رو هم دوباره اعوذ بالله من شیطان رجیم دوباره روی این کیسام میتونید آزمایش بکنید ببینید که تأثیراتش. بله بله ببینید که تأثیراتش مشخص میشه. بفرمایید.
روشن. ببخشید استاد، برای نماز خوندن من وقتی این ارتباطو میگیرم اصلا حالتای قونیه بهم دست میده، طوری که من توی شرکت درو مجبور میشم قفل بکنم که یه فکر مثلا ما داریم یه جوری نماز تمام. این بعدا نماز یعنی در حد همون اعوذ و بسم الله رو که میگم دیگه از حال طبیعی خارج میشم عملا و دیگه نمیفهمم چه اتفاقی. البته قرار بوده همه خارج بشن، یعنی قرار بوده حق مصلات بشه، مقیم شدن بشه، قرار بوده اونجوری باشه. خب منتها الان یه طوریه که این حالت عجیب غریبه. یعنی حرکت هایی که داریم دست آدم اصلا دیگه از اراده آدم خارج میشه. توجه بفرمایید که توی این قضیه که پیش میاد جواب به سوال مشکله. چرا مشکله؟ یک موقع از حال صحبت میکنیم، خب از مقیم شدن صحبت میکنیم، اصل مقیم شدنه. مقیم که شدی بی خودی با اوی حس حضوری این هاست، خب درسته. یک موقع میه رو پله عقل از احکام صحبت میکنی، احکام میگه که آقا جهتت عوض شد نشد، چطور شد، تکون خوردی، چی شد، اینو گفتی، اونو گفتی، نگفتی، میدونین. بنابراین اینو نمیشه چیز کرد، فقط به اصطلاح الله علیمون به ذات صدور و اینکه خدا میدونه که ما میخوایم اون باشه. بحث دیگه هم نیست، مسئله دیگه هم نیست. لذا دیگه شما میدونی و به اصطلاح خدای خودتون و بنابراین نمیشه اظهار نظری داشت. استاد ببخشید، ما دیگه راجب حلقه کنترل تشعشع منفی 4، این کنترل تشعشع منفی 4 خب بعد سر کلاس دیدن حالا من خیلی خراب شد. خب بعد یه سری صحنه ها کسی که نفرین کرده اینا تو ذهنم اومده اصلا خیلی بد. بعد این یه دو هفته یه مثلا یه هفته که ارتباط داشتم از این جمعه هفته پیش شاید میشه گفت مثلا دو سوم اون کسایی که مثلا نفرین پشت سر من داشتن دارن زنگ میزنن بهم، زنگ میزنن حالا احوال رو زنگ زدیم حالا تو بپرسیم ای شما زنگ زدید حالا بپرسیم چی شده رو چه حسابی. بعد مثلا عجب غریب شده، یه چیز عجب غریب شده، یه کسی که مثلا به خونم تشنه بودن دارن زنگ میزنن حالا احوال میپرسن. بله بله بسیار خوب. خب اینا تجربه است دیگه، اینا رو تجربه بکنیم که ببینیم واقعا پشت پرده، یعنی اینا واقعیت حقیقت ماجرا پشت پرده. حقیقت وقتی تغییرات ایجاد بکنه شاید یه اتفاقی بیفته که خب باور نکردنی. خب خیلی ممنون. خسته نباشید استاد. من در ارتباط گستردگی دو شب پشت سر هم خواب شما رو میدیدم که در قالب یه شعر اگه اجازه بدی. با عشق به کمال به مرکب خواب افاش، با عشق به کمال به مرکب آرزو سوار شدم، با عشق به کمال بیان زبان خدا شدم، در ارتباطی شیرین به رویا پیوستم، با یاران جویای کمال دست به دستم، میزبان بودیم استاد را در سرایمان، او میریخ مش مش پسته برایمان، ز دستش بیرون می آمد این دانه بهان، مشتی دیگر می روید به کفش زهمان. شبی بعد از آن ضیافت بس که زیبا، راهی باقی شدیم خیلی فریبا، سراسر سبزه و آب و چمن با آن درخت ها، چه خوش نقش و نگار انواع گل ها، به پرواز آمدم روی طبیعت، نغمه خوش مرا داد پند و نصیحت، ز اوج آسمان رقص کنان فرود می آمدم، به الوان گلها بوس زنان برگ برگ بدیدم، هنوزم حس پرواز ولی بیدارم، اما به عمرم من ندیدم این چنین یک خواب زیبا، از سر شب تا دم صبح سراسر گردش گیتی شد یک رب. خیلی ممنون، خیلی متشکر، دستون درد نکنه، بی نهایت ممنون از لطف شما، بسیار ممنون. خب جانم بفهم. ببخشید استاد، من هفته قبل که ارتباط گستردگی دادین یه لوحی اومد برای من نوشته بود، من هر کاری میکردم این لوح نوشته رو بخونم، در صورتی که درست مثل خود ما نوشته بود
همونطور که ما نوشته مینویسیم تحریرمون همون جوری بود، ولی هر کاری میکردم دفترم هم اینجا باز کردم بنویسم اصلا نمیتونستم بنویسم. یعنی چرا من نمیتونستم اونو؟ در صورتی که تو اتصالام برای من شعر میاد، شما میدونید تمام اتصالا هر چی میگیرم آگاهیام به صورت بله. شعره، ولی این که لوح اومد برام کامل نوشته و خیلی هم واضح بود نمیتونستم بنویسم. بله، بعضی از این اطلاعات برای ضمیر ناخودآگاهه. توضیح هم شاید قبلا دادیم، قبلا هم این بحث بوده، یک سری اطلاعات برای ضمیر خودآگاه نیست. استاد بعدش هم من شل میشه، بعد از اینکه این حالت ها میاد زبونم دیگه نمیچرخه، خیلی شل حرف میزنم، دست و پام هم شل میشه، یه همچه بله. حالت هایی بعدش بهم دست میده. بله، توجه فرمود که اطلاعاتی که میان، آگاهی هایی که میاد، این آگاهی ها یک بخشش حالا در خواب در بیداری برای خودآگاه و یک بخش برای ناخودآگاه. برای خودآگاهی ناخودآگاه، وقتی برای ناخودآگاه میاد ما میبینیم که اومده ولی سر در نمیاریم، پیامشو نمیتونیم بخونیم، ولی تغییراتی در ما ظاهر میشه، یعنی در نرم افزاریمون تغییر ایجاد میشه، یه دفعه میبینیم که یه اتفاقاتی افتاده و این اتفاقات همش نرم افزاریست، یعنی همش جزء ناخودآگاهی ما بوده، که میدونید تغییر ناخودآگاهی مشکله، خیلی تغییر ناخودآگاهی مشکله. بله دیگه، فرق دیگه، حالا هر کجایی ممکنه این مسئله اتفاق بیفته. بله بله بله، چرم توی ارتباط گستردگی من خیلی وقتا پیش میاد که چیز خاصی رو شاید مثلا متوجه نشم، ولی مدام سرم رو تکون میدم به حالت اینکه کسی که میبینه ولی مثلا ازش سر در نمیاره و مدام هی مثلا ناخودآگاه میاد که همش میگم من نمیفهمم. بله، یعنی میدونید یه چیزی هست، یه چیزی باعث قاطعیت باشه، ولی دقیقاً میخواستم ببینم که این مربوط به اون مثلا مسائل غیر ارگانیکه که وجود داره. نه. الان مربوط دوباره به همین موضوع، یعنی شما وقتی میگید من نمیفهمم یعنی یه چیزی اونجا هست که داره، اگه هیچی نبینین که طبیعتاً نمیگه من نمیفهمم که، پس یه چیزی هست که من نمیفهمم. حالا اینها یا این مطلبه، یعنی یک... احساس میکنم سنگینه خیلی، یعنی یه چیز خیلی فراتری که اصلا نمیشه سردر ازد. یک بخش دیگه بحث برخورد با عدمه، خب برخورد با عدمه، منتها اینا هر کدومشون یک نمودهای خاصی دارن. خب وقتی با اونجا برخورد میشه میدونیم که برخورد کردیم ولی نمیتونیم توضیح بدیم. خب این قضیه است. حالا فرق‌هاشون الان مثلا در این مورد ایشون میدونه یک لوحه، خب میدونن که یک لوحه ولی نمیتونن بخوننش، ولی در این خصوص میدونیم که یک جایی هستیم ولی این جا توضیح نداره. اینا این حالت هاست که ادامه بدیم. خود ارتباط گستردگی ارتباط بسیار جالب و با اهمیتیه، خیلی عظیمه، خیلی خیلی، یعنی در واقع چه نمیدونی اصلا نمیشه توضیح داد، تعریف واقعا نداره، یه تیر و چند نشانه. در مورد هفت آسمان مطالبی یادداشت کنین؟ بله یادداشت بکنین، مطلبی هم هست میتونید هم الان هم بفرمایید. البته برای من نمیدونم اینا چه حد عشق اومد پله اول، معرفت، ایثار، درک جمال یار، فنای فلا، فنای فلخلق و وجه الله. بله ببینید اینا در واقع اساس ادراکات رو تشکیل میده، که اساس ادراکاتی که راجبش صحبت کردیم. خب یه تعبیر اینه، یه تعبیرم که اصلا اطلاعات خود چرخ است. استاد مدام در کنار اینها شهادتین میومد
منظور از شهادت این چیه توی این قضیه؟ البته به نظر من اینطور برای من باز شد که در واقع شاهد بودن لحظه مرگ، چون همه چیز در این جهان وجود داره، یعنی همه چیز حتی مرگ بعد از مرگ، برای من اینطور باز شد که اون لحظه که شهادت این میاد ما باید فقط شاهد باشیم. و حتی در روز الست هم که محور در واقع آزمایش ما منیت هستش، اون لحظه هم ما باید شاهد باشیم. بله اصولا این بحث شاهد گفتیم دیگه خیلی معنی داره، خیلی کاربرد داره، خیلی چیز داره، همه اینا هست. خب یعنی شاهد تسلیمه، این اساس بحث حرکت. ببخشید استاد، یه چیز دیگه هم که می اومد ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. بله. اینو من نمیدونم اگر میشه دیگه اصل و پایه و اساس به اصطلاح همه حرکت ها همین پیمانه، همین که ایاک نعبد و ایاک نستعین همینه. که حالا من ندارم چه توضیحی به اصطلاح میخواهید، بحث پیمانی است که حالا ما میگیم در واقع پیمان اول پیمانی است که فقط یعنی مطلقاً خب پس اینی که مطلقاً تو رو عبادت کنیم، باز منظور اینه که مطلقاً عبد تو باشیم، باز مطلقاً رسالت گذار تو باشیم. یعنی فلسفه خلقت، نقش ما در فلسفه خلقت، ما نقشمونو در فلسفه خلقت بتونیم چیکار کنیم؟ اجرا بکنیم. خب و اون رسالت خودمون رو چی میگم، برای اون نقش خودمون رو بتونیم تو این ماجرا اون تو که باید و شاید بازی کنیم. خب باز معنی پرستش نیست اینجا، پرستش اون همیشه پرستش یک چیزی از پایین به بالا دست ماست، ما از خود بی خود میشیم میخوایم پرستش کنیم. همونطور که توضیح دادیم که مراحلی طی میشه، اینجا بحث باور، ایمان، یقین و بعدش اینا مرحله پیش میاد که دیگه اتوماتیک و خودکاره که پرستش میشه. مثال زدیم قبلا هم این اشاره رو داشتیم که مثل این که بزرگا میخوان بپرن لپه بچه رو بگیرن بکشن، دست خودشون نیست، به این مرحله میرسن که میخوان لپ رو بگیرن بکشن. خب شاید اون بچه هم اصلا خوشم نیاد، اون بچه هم اصلا نه گفته بیاین لپ منو بکشین، نه درخواستی داشته، فقط ما ایم که احساس میکنیم نیاز داریم. خب یا مثلا قربون صدقه یه بچه میریم، اون بچه خب از ما همچین چیزی نداشته، این ما هستیم که در اونجا میخوایم از خودمون بیرون بجهیم. اصلا عشق به تجلیات، اصلا به خودش که دسترسی نیست. این پرستش، خب این پرستش در کل میرسه به همون هر جانه ها کنیم پرتو به روی اوست. خب این پرستش معنیش جهیدن به اصطلاح از خود بیرون آمدنه، جهیدن به سمت بیرون، معطوف شدن به بیرون. از خود بیرون آمدن، این معنای پرستش، چون اگر روی پرستش یه ذره این ور اون ور بکنیم اون وقت اون نیازمند میشه ها. یعنی اونطور که ما شناخته بودیم اینی که او گفت بود پرستش کنیم و بعدم خب به یه نقطه نظری میرسیم که خب اگه پرستش نکردیم چی؟ بعد میگن که آره غضبش فلان بیسار، اون وقت اون چی میشه؟ نیازمند میشه. از تعریفی که ما برای خداوند داریم و شناختی که داریم که او بی نیازه، اون وقت چی میشه؟ این خلاف اون
تعریف میشه، اون وقت اون نیازمند میشه. پس ما مراحل باید طی کنیم تازه تا به پرستش برسیم. خب مراحلی باید طی بشه، همینطوری نیست که بیایم و بعضی موقع بعضی ها به بچه میرسن، بچه یک کسی دوست اسنا ادا در میارن که مثلا این بچه رو خوششون اومد اینا، ولی شما میدونید که این واقعا اینطوری واقع اینطور نیست، ولی بچه خودشو خب حسابی لپشو میکشه. درست اینا فرق داشته یا نه با هم دیگه؟ خب پس بنابراین رسیدن به مقام پرستش یه چیزیست که باید براش دوید، یه چیزی نیست که ادا در بیاره کسی که مثلا بخواد بگه خدایا من دارم دم تو رو میبینم و اینها. باید یک چیزیست که بهش رسید. نمیدونم، دوندگی زیادی میخواد، همینطوری نیست. و وقتی رسیدیم اینجا عشق ماست، اون قربون صدقه رفتنه عامل لذت ماست، ما ایم که لذت میبریم، اون شاید نیازی نداشته باشه که اون بچه ما قربون صدقش بریم. خب درست شد. و حالا دوباره اینها خودش بر میگرده دوباره از پایه اینو تشدید میکنه، دوباره، سه باره، ده باره، و این قضیه به این صورته. اما خود اصل موضوع اینجا ما پیمان میبندیم که رسالت گذار باشیم. خب پیمان بستن برای رسالت گذاردن، پیمان بستن برای اینکه نقشه او رو اجرا کردن، پیمان بستن برای اجرای طرح عظیم الهی، نقشه عظیم الهی، پیمان بستن برای آشکار کردن قدرت خلاقیت الهی. خب ما میتونیم یه کاری بکنیم که طرح الهی خیلی عظیم به نظر بیاد، میتونیم یه کاری کنیم خیلی پوچ به نظر بیاد. آقا که چی؟ خب خیلی ساده میشه یه جوری به نظر بیاد که خیلی عبثه، خیلی بیهوده، و میتونیم هم چنان جلوه‌ای بدیم به این عظمت که هیچ انسانی نتونه تاب تحمل در برابرش بیاره. خب آیا این رسالت ما هست یا نیست؟ ما میتونیم در این نقش داشته باشیم یا نه؟ میتونیم نقش داشته باشیم. بنابراین تنها مطلقاً دیگه تبصره نداره این یا که در زبان عربی معادلشو ما در فارسی نداریم، شاید در خیلی زبانهای دیگه هم نداشته باشیم که یا که نبودو ضمیر منفصل در زبان عربی معنای مطلق هم میده، یعنی مطلقاً تو یا که مطلق معنای مطلق. حالا زبان فارسی مثلا میگیم که مخلصتیم، شاکرتیم، شاکرتیم، مخلصتیم، یا نمیدونم مثلا تو ثروتمندی، تو ثروتمندی مطلق نیست. شاکرتیم، من شاکر تو هستم، ولی شاکر هزار نفر دیگه هم ممکنه باشم. ولی وقت در زبان عربی از این زمان استفاده کردیم، مثلا انت، مثلا هم غنیون حمید، مثلا تو ثروتمندی دیگه، یعنی فقط تو ثروتمندی، کسی دیگه ای نیست که مثل تو باشه، دیگه مثل تو دیگه نداریم. ما عادل این قضیه رو در زبان فارسی که نداریم، شاید در خیلی از زبان دیگه هم مثلا نداشته باشیم، این خاص زبان عربه. بنابراین اینجا دیگه تبصره و ماده و اینها نداره، گفتیم فقط رسالت گذار تو باشیم ولا غیر، ولا نه چیز دیگه نیست. بعد اون موقع تلفیقش آیاتو که با هم صحبت کردیم تلفیق بکنیم، خب خود اونی استجب لکم، بعد اونجا یاک نعبد و یاک نستعین، یعنی اینطوری میشه بخوانید مرا و نه غیر از مرا، برای خودم و نه غیر از خودم، و
اینا وقتی تلفیق بکنیم آیات رو یه چیزایی از توش در میاد بیرون، مثل همین یه خط همه استراتژی حرکت رو اون وقت مشخص میکنه. بخوانید مرا و نه غیر از مرا، برای خودم و نه غیر از خودم. خب یعنی اونجا مسائل تلفیقی این چیزها رو روشن میکنه و دنبالش یاک نستعین، فقط از تو استعانت و کمک بخواهیم، فقط. یعنی دیگه مطلق اینیش تبصره ای نداره، تبصره بردار نیست. و خیلی از مشکلات انسان به خاطر نقض این به اصطلاح پیمانه. چرا؟ چون الان داریم متوجه میشیم که عمده گرفتاری های ما به خاطر اینه که غیر از او رو در واقع وارد میکنیم. وارد شدن غیر از او یعنی بحث های استراتژی، نه توی تاکتیکا. اون وقت باعث آلودگی هامون میشه. یه دسته از آلودگی های یا یه دسته از رسالت جن در همین رابطه تو تجسس دفاعی میبینیم دیگه. وقتی که ما نقض این پیمان ها رو میکنیم، تو اونجا هم بود، بحث شرک بود، بحث کفر بود، بحث این قضایا بود، باعث درگیریمون میشه. توجه فرمودی که لذا راه های پیشگیری از آلودگی، یکیش الان میبینیم که در واقع به جا آوردن پیمانه، همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیمان این قضیه است. یکی دیگرش بحث الحمدلله است که حالا دور بعدی بیشتر راجع به صحبت میکنیم. بحث شعور ضد شعور و بحث اینه که حمد، حالا حمد معنی داره و بعد بحث اصولا اون چرا که ما نگاه بکنیم و به اصطلاح برای اون زیبایی قائل بشیم، برای اون ارزش قائل بشیم و در اون جلوه الهی رو نبینیم، نقض الحمدلله است. و تو چشم زدن و اینا اونجا هم یه اشاره به این موضوع داشتیم که بعضی از مادرها خودشون بچه های خودشون رو مثلا درد تجسس منفی قرار میدن. خب این به خاطر نقض در واقع همون الحمدلله است. پس تأثیر این قضیه در موسیقی، تأثیر مسئله در شعر، تأثیر هر جا، اصولا ارزشی مورد بررسی قرار بگیره که ما توجه نداشته باشیم که این جلوه الهیه، هر جا نگاه کنیم پرتو روی اوست، در اون صورت اون تجسسات منفی ایجاد میشه. خب توجه، ارزش و همه چیز مختص اوست، صرفا مختص اوست و به او دسترسی نداریم. گفته که به من دسترسی ندارید، همه جا جلوه منه. اینما تولو فسم من وجه الله، هر جا نگاه بکنید وجه منه. خب لذا این یکی از مراحلی است که درک جمال یار در مسیر کیفی، در مسیر حرکت کیفی یا عرفان، به عبارتی تو پرانتز عرفان قرار داره. و تا این مسئله حل نشه انسان مشکل داره. دقت فرمودین، تا زمانی که این مسائل حل نشه انسان دچار مشکله و درگیری تششعاتی داره، درگیری غیر ارگانیکی داره. زمانی که به این نقطه نظر رسید که دیگه محور وجودش اینا جا افتاد که هر جا رو نظاره میکنه پرتو روی اوست، خیلی از مسائلش اینجوری حل و فصل میشه و از معرض تششعات منفی نجات پیدا میکنه. خب پس اینا در واقع شاکلیت هاییست که عنوان شده
حالا دیگه بقیهش هم که بیایم بحث رب العالمین، مالک یوم الدین، اینها رو هم که من هر کدومش برای ما تضادهای رو حل میکنه، مسائل رو حل میکنه و در واقع هیچگاه اون چه که باید و شاید اون معانی، اون معرفتش، خب البته نمیتونیم اینطوری بگیم، ولی خب مورد توجه قرار نگرفته. بنابراین خیلی از مشکلاتمون رو هم از همین بابت به اصطلاح رو دستمون مونده. خب بفرمایید. بفرمایید. یکی خب. چیزایی که مورد انحراف قرار گرفته این بحث زیارت قبور و اینهاست که خیلی مورد اختلافی هم هست دیگه بین مسلمان ها فرقای مختلف. خواستم ببینم مثلا فرض کنید لارا شاخصش مسجد النبی، وارد مسجد النبی میشیم، غیر از شارژ شعوری که هست حالا بله. بوده چیز دیگه هم وجود داره اونجا؟ بله. در مورد زمان و مکان دو تا مسئله داریم. یک مسئله نمیدونم این اسکوزاری خودمونه ها، ذاتی بگیم، یه مسئله اکتسابی داره. از نظر ذاتی یعنی اصلاً مکانها با هم فرق داره. خداوند وقتی خلقت رو طراحی کرده زمان رو اومده گفته این زمان امتیاز داشته باشه، اون نداشته باشه، این لحظه اینجوری باشه، اون نداشته باشه، و همچنین مکانها رو اومده گفته مثلا این کره نحس باشه، اون کره نمیدونم شگون داشته باشه، آیا این نمیدونم خاک اینجا اینطوری باشه، خاک اونجا خب نمیدونم نفرین کرد باشه، یا آیا همچین چیزی بوده یا نبوده، اگر بوده تا کجاشه، یعنی ما تا کجاشو بیایم این خاک رو، خب میدونی زمینه دیگه، چجوری باید بیایم اینو سنجش بکنیم. پس ما یه اصلی داریم که میگه که از نقطه نظر ذاتی هیچ فرقی بین دو زمان و دو مکان وجود نداره. در زیر چتر عدالت الهی هیچ دو زمانی و هیچ دو مکانی با همدیگه فرقی ندارن. همه در پیشگاه الهی هیچ فرقی ندارم کره نمیدونم کجا با نمیدونم چی با، همه یکسانن و چیز نحسی وجود نداره. اما از نظر اکتسابی چرا فرق میکنه؟ مثلا شما میبینید که در دنیای عرفان صحبت از میکده میشه. میکده یعنی چی؟ یعنی آگاهی کده. خب میشو معادلشو بذاریم، خب می از خم وحدت، میکده میشه آگاهی کده. بعد ببینیم که در خود دو دنیا عرفان هم اشاره شده که از میکده غافل نشیم. خب به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک در میکده کل بسر توانی کرد. گدائی در میکده کهن اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. میکده اشاره به دو چیزه، یکی شبکه است اصلا، یکیش واقعا مکانه. یکیش واقعا مکانه، یکیش میکده اصلیست. خب این میکده اصلی یکی میکده فرعی است. میکده فرعی به اصطلاح این یک مکان، این مکان و جایی است که شارژ شعوری پیدا کرده. خب حالا در مورد اکتسابی که میایم، اکتسابی هر مکانی
تشعشع خاص خودشو داره، شعور خاص خودشو پیدا میکنه. توضیح دادیم بیمارستان یه تشعشع داره، دارایی، شهرداری، نمیدونم زندان، نمیدونم دادسرا، کلانتری، خب مسجد، کازینو، خب هر کدوم شارژ خودشونو دارن. و در مورد اینجا مثال زدیم، روزی که اینجا اومدیم شارژش واقعا منفی بود ولی الان اونو نداره، درسته؟ خب بنابراین یه چیزی هست که اکتسابی است، کسب میکنه، باردار میشه. خب باردار میشه. و یک بخش هم که ذاتیه که اون همه چی هن؟ مثل همان. خب یکسانی زمان و مکان از نظر از نقطه نظر شعوری. حالا در مورد زمان، یک زمانی میتونه ارزش و اهمیت و قدر پیدا بکنه. خب مثلا فرض کنید که در عهد عتیق، از عهد عتیق و ما قبل اون یک روزهایی رو برای خدا قرار میدادن، روز خدا بوده، روز کار برای خدا بوده. خب توضیح دادیم، اینم اشاره داشتیم که حالا یک روزی برای خورشید سانده، یک روز برای ما مانده ساتر و الی آخر، یک روز هم فرایدی، روز فری بودن، آزاد بودن و در خدمت خدا بودن. بقیهش شش روز رو برای زمین کار کردیم، برای کار زمینیمون، اونا یه روز هم برای کار خدا. و در این روزی که مختص کار خدا بوده، کار زمینی حرام بوده. درست شد یا نه؟ کار زمینی در اون روز حرام بوده. خب پس یه دفعه میبینید که یک روزی که با روزهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه، ارزش و اهمیت خاصی پیدا میکنه، تقدس پیدا میکنه. خب این اکتسابی تقدس پیدا کرد. و یک بعد اومدن سر سال هم مثل همین بحث رمضان چیزی پیدا شد که حالا در سال ما یک ماه رو بیایم برای کار ویژه‌ای اختصاص بدیم. و خلاصه بحث لیلة القدر، خب و زمانهایی برای خودش ارزشمندی‌های خاصی پیدا کرد. حالا همین شبی که ارزشمنده و نمیدونم راجع به لیلة القدر صحبت کردیم یا نکردیم. راجع به روزه صحبت کردیم؟ بعضی شاید تو کلاس دیگه شنیده باشن. تو ترم 7 صحبت کردیم؟ خب توجه بفرمایید که در این خصوص یه تعریفی از لیلة القدر داشته باشیم. و اینه که انسان قدر در ظلمت قرار داره. بله این دستگاهمون دچار اشکالی شده، گرم میکنه تا خنک بشه بعد. خب در انسان در ظلمت قرار داره، قراره من از ظلمات الی نور بکنه. خب من از ظلمات الی نور نگفتن نمیتونم الی نور من از ظلمات، یا بعضی ها الی نور نور هستن و غرب میان ظلمات. همه بدون استثنا چی هن؟ در ظلمت قرار دارن و قرار شده که از ظلمت به سمت نور برن.
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات مپرسند که هوشیار کجاست. خب همه پس در ظلمت یعنی در شب تار قرار دارند، که این شب تار همون لیله و ظلمت شبه. اما قرار در همین ظلمت شب ما هدایت رو پیدا کنیم، بله؟ یا قرار در نور پیدا کنیم؟ اگه تو نور بریم، اگه تو نور باشیم که دیگه پیدا کردن معنی نمیده. پس اگه پیدا کنیم تو ظلمته که پیدا میکنیم، درسته؟ اگر چیزی پیدا کنیم تو همین شب تاره که پیدا میکنیم. قبوله یا نه؟ چون اینا بحثای ساده‌ایه، ولی خیلی خب خیلی در واقع حالا یه جاهایی میبینیم که اساسی است. خب قراره که پس در این ظلمت شب ما پیدا بکنیم، میشه همون بندران ظلمت شب آب حیات هم دادن. خب در این ظلمت شب قراره آب حیات پیدا بشه. آب حیات چی؟ چیه؟ آب حیات آگاهی. قراره که در این ظلمت شب ما به آگاهی برسیم و از قصه نجات هم دادن. با پیدا کردن اون مسئله هم نجات پیدا کردن از خیلی تبعات دیگه و مسائل دیگه اتفاق میفته، رخ میده. خب این آگاهی منجر به شناخت قدر خیش میشه. شناخت قدر خیشتن میشه. لذا لیلت القدر، ظلمتی که در آن قرار داریم و در قرار در آن ظلمت ما قدری رو پیدا کنیم. قدر چی رو؟ قدر خود رو، قدر هستی. اصولا قدر شناسی پیدا کردن ارزش هستی، پیدا کردن ارزش اون تجلیات. لذا لیلت القدر ظلمتی است که در آن ما موفق میشیم که قدر رو بشناسیم، قدر به قدر برسیم، به ارزش برسیم، درسته؟ خب پس علت اینه که نامش لیل هست، نه اینه که روز خبری نیست. علتش اینه که ما در شبیم، در ظلمتیم، و در اون ظلمت شب قراره که به ما آب حیات بدن و آگاهی به ما بدن. بعضی ها فکر میکنن که این کار کارهای فقط شباست. خب و عرفامون هم راجع به شب چیزایی دارن، گفته هایی دارن، شعرهایی دارن، میگن که از شب غافل نشو، منظور از ظلمت خودت غافل نشو. خب و به اصطلاح میگه تو چه ماهی هستی که ره آب بسته ای بر خود؟ شب مثل آب میمونه، چرا اینو بر خودت بستی؟ بعضیا نمیدونن قدر همینه هم که در ظلمت هستن. خود همین این قرار اینجا ماجرای پیدا بشه اینو چند راست باستاد که در ادامه همین لیلتون قد خیلون من الف شهر. حالا توضیح میدم. بله 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 بله. لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. این به اصطلاح لیلت القدر از هزار تا ماه بهتره. در چه صورتی؟ توضیح میدم خدمتتون. الان داریم میگیم میریم جلو دیگه. خب و اگر اون تحقق رو پیدا بکنه، اون لحظه ای که این مسئله اتفاق بیفته همچین مسئله صدق میکنه و
درسته. اگر نکنه چی؟ خب اگر لحظه ای که اون لحظه ای که ما موفق به شناخت قد خیشتن بشیم خیرون من الف شهر، از ذات ما بهتره. اما اگه نشودیم چی؟ مثلا لیالا لیلت القدر میاد میگیم که حالا فرضاً یه شبم سمبولیک مثل روز معلم، روز پرستار، روز چی، روز کارگر، یه شبم حالا فرض کنید یه شب چند شب به نام لیلت القدر یاداوری، یاداوری است که یادت نره باید قدر خودت هم پیدا کنی ها. فقط بحث اومدن و دنیا و رفتن نیست، یه کاری هم داری که باید انجام بدی ها، یاداوریه. خب حالا اون شب میاد، ما اگه پیدا نکنیم اون شب تا با شبای دیگه چه فرقی کرده؟ اگه اون شب اومد و گذشت و ما پیدا نکردیم با شبای دیگه چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. اما اگر پیدا کردی، حالا یا اون شب یا هر شب دیگه، اون لحظه لحظه ارزشمندی است، نقطه عطفیه، یک نقطه عطفی به حساب میاد که فراموش نشدنی است. یک نقطه عطف، نه این یه نقطه عطفی اینجا رخ میده که این نقطه عطفی که اینجا مسیر زندگی ما عوض شد. خب مسیر زندگی ما از اینجا اگه دقت بکنید، از این نقطه عطف مسیر زندگی ما عوض شد. حالا یا ما داشتیم میومدیم پایین یا داشتیم میرفتیم بالا، ولی بعدش معلوم نبود که چه اتفاقی بیفته. ما اینو میخوایم، مسیر زندگی عوض میشه، سرنوشت عوض میشه اگه اون لحظه رو پیدا کنی. سرنوشت میتونه رقم بخوره، خب نه اینی که سرنوشت سال بعد ما رو تعیین میکنن که ما کجا بریم، کجا بیایم، چیکار کنیم، چیکار نکنیم. چون اگه اینجوری باشه خود دیگه مسئولیتش هم با خودشونه. خب میگن آقا سال بعد مسئله ما رو مینویسن، بعدم ما هم اجراش کردیم دیگه، ما هنرپیشه بودیم، خب دیگه مسئولیت گردن ما نیست، نیک و بدش با کارگردانه، درسته؟ خب اگر پیدا کردیم مثلا میبینی که ما مسیر قبلیمون این بود، حالا این میشه، مسیر بعدیمون این بود، حتی رو به صعود هم بودیم ولی معلوم نبود بعدش چی میشد، اینجا میشه نقطه عطف. این نقطه عطفه. و اگر اتفاق بیفته ما تنزل و ملائکته و روح، تمام یعنی دسترسی به همه، چون ملائکه میدونین ارکان هستی، ارکان جهان هستی، ما به قوانین پی میبریم، به آگاهی ها میرسیم، چارچوب هستی رو متوجه میشیم که چی به چیه، کجا به کجاست، این چیزها اتفاق میفته. اما اگر نه دوباره اون شب چی میشه؟ خب ما اگه چیز دستگیرمون نشه، حالا بگیم تنزل و ملائکته و روح، بعد این برابر هم نگاه کنیم. روح استاد همون روح القدس، روح استاد روح القدس یا نرم افزار یا روحی به روح یه چیزی مربوط پروردگار ما، پروردگار توست یه جا. ببینید روح چیه؟ یه روحی چیزی مربوط پروردگار توست نبود. و یه اصلا اونه که انه روح، روح هادی، روح هادی درست شد یا نه؟ روح هادی، روح القدس، خب یک کلمه گفته روح. حالا روح القدس داریم، حالا اونجا اون روح هادی رو داریم، ملائکه هم که روح الله که دسترسی بهش نیست، اون هیچ، اون بزنین کنار تا بعد از جهنم با هم صحبت می‌کنیم. خب اون دسترسی بهش نیست. اما در صحبت ملائک و اینجا میگه ملائک ارکان هستی است، مثلا گفته شده که عرش خدا بعد دوش ملائک، درسته یا نه؟ که همون نمیدونم میدان ها و نمیدونم مسائل مختلف و غیره. خلاصه منظور اینه که اگه اون لحظه پیش بیاد ما به ارکان هستی پی میبریم، خلاصه کلام. خب اگر به ارکان هستی پی ببریم سلامتی، حالا این سلامتی منظور سلامتی بالا جسمی اونام
توش هست نسبیه، منظور سلامتی فکر، سلامتی اندیشه است. به سلامتی میرسیم. حالا این سلامتی، سلامتی اندیشه به جسمم کمک میکنه، به ذهنم کمک میکنه، به روانم کمک میکنه. خلاصه همه اینها مشروطه، مشروطه بر استفاده از لحظه قدره، رسیدن به لحظه قدره. جانم ببین، تشتتهای ذهنی از بین بره. خب حالا موضوع سر اینجاست که میرسیم، کسی که دنبال لیلت القدره، مقدماتی فراهم کرده، مسائلی رو دنبال کرده، عیب خودش رو پیدا کرده که بابا این تشدده نمیذاره، اونو پیدا کرده که نمیدونم چیه، اینها رو شناسایی کرده، یک حرکتی رو کرده. حالا نمیدونیم، بالاخره یه زمانی که یاداوری بهش میکنن که یادت نره ها، خب یادت نره ها. ما یه همچین چیزی هم داریم، اسمش هم لیلة القدر گذاشتن. فراموش نکنی برای چی اومدی. و خلاصه همونطور گفتیم، روز پرستار و کارگر و نامچی و چی، یه روزی که اگه نبود ما اصلا یاد پرستار نمیافتادیم، یاد کارگر اصلا نمیافتادیم، یاد مادر نمیافتادیم، درسته یا نه؟ این روز به ما یادآوری میکنه و به اصطلاح لیلة القدر که در همه شب‌ها میگرده. چند یادآوری داشته باشه خب این زمانه بیچاره گرد، خب اون برای خودش، این یادآوری هم برای خودش، حالا این خوب خرج نداره. خب استاد ببخشید اینجا خوب ببینید علتی از این نقطه، از نقطه عطف چیه؟ این نقطه عطف بله. ببینید، ما اگر که این نقطه عطف، درسته، این نقطه عطف که سرنوشت ما عوض میشه، اونجا هم اشاره شده در اونجا که سرنوشت ها رقم میخوره، سرنوشت ها عوض میشه. خب اینه، ما مثلا فرض کنید داشتیم این مسیر رو میومدیم اینجا، خودمونم راضی بودیم، گفتیم در حال ترقی هستیم، اما اینجا یه دفعه معلوم نیست که بعدش هم باز در ترقی باشیم، به خط صاف بیفتیم، سقوط کنیم، معلوم نیست. اما اگر به اون قدر برسیم، به اون ارزش برسیم، به اون شناختی که صحبت داریم میکنیم برسیم، مسیرمون قطعا عوض میشه. یعنی رشد ما، رشد ما تضمین میشه. حالا رشدمون تضمین میشه، مسیر زندگیمون عوض میشه یا نمیشه؟ مسیر فکرمون عوض میشه، مسیر زندگیمون هم عوض میشه دیگه. لذا سرنوشتمون، حالا چیزی به نام سرنوشت نداریم، ولی چون اونجا اشاره شده به یه، حالا تو ترجمه مون ها اومده همچین چیزی، مسیر زندگی ما خلاصه کلام عوض میشه و عوض شدن مسیر زندگیمون هم همراه با سلامتی خواهد بود. مسیرمون عوض میشه، وضع سلامتیمون تغییر پیدا میکنه و خلاصه همه چیز به سمت تغییر مثبت حرکت میکنه. قبوله یا نه؟ من خورسیدم علت سقوط از نقطه عطف چیه؟ علت سقوط وقتی کسی میرسه ولی دوباره سقوط میکنه. ببینید، به کرات خیلی زیاد انسان های میان زور میزنن فلان میکنن تا یه جای میرسن، بعد از اونجا یا به خط صاف تبدیل میشه دیگه، همون بالاتر نمیتونه بره، یا میگه بابا ولش کن شل میکنه. خیلی کم هم داریم که زوری بزنه یه خورده باشه، ولی این نمیشه. اونه که به درک رسیده یه رشده، اونه که داره خودش زور میزنه به فهمه یه چیز دیگه است. ممکنه یه همچین چیزی هم در واقع پیش بیاد، مثلا یه همچین چیزی هم پیش بیاد، ولی با این رشدی که داریم میگیم تفاوت میکنه. خب تا اینجاش درست شد مسئله چیه؟ پس همه اینا مشروطه. مشروط بر چی؟
بر یک اگر تو ز جان خیش، تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. یا گر حجاب از جانها برخواستی، هر به اصطلاح این بحث حجاب و بحث به اصطلاح اگر این ماجرات که به اون رشد به اصطلاح به اون قدر برسیم این اتفاقا میفته، در غیر این صورت با شبای دیگه چقدر قدرت رشد داره؟ یعنی اگر خودش بخواد این مرحله رو طی کنه بدون اینکه شما بدون توفیق الهی یا نظر خاصی که داشته باشه، بدون اون خیلی قدرت بالا رفتن داره. بعدی خب پس این خاص داشت که آدم نیست باید که با نظر خدا و بسیده با بله خدا باشه تا بتونه این مرحله درسته. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، درست شد؟ لطف خدا. حالا لطف خدا هم که گفتیم مفهوم رحمان، مفهوم حلقه هاست که بگیریم اون عروت الوثقی، اون حبل الله، از تسهیلات الهی استفاده بکنیم. ببینید اینو اگر هر کسی حتما ایدالش که برسه به اون مرحله، هر چقدر هم که بخواد طی بکنه این مراحل رو، ذهنیت آدم ها درسته با هم فرق میکنه ولی حتما یه سقفی داره دیگه، نمیتونه به تنهایی برسه به اون آگاهی خاص و ناب تا لطف خدا باشه. پس اینم شامل همه افراد نمیشه تا لطف خدا باشه. تا تعبیرمون چطوری باشه؟ لطف خدا هست. پس چرا خیلی سعی میکنن؟ توجه کنید لطف خدا هست، این یه فرض کنید یه این ریسمانیست باید بپری بگیری، نه لطف خدا بیاد منو بگیره. لطف خدا هست، لطف خدا همیشه بوده، لطف خدا هست، لطف خدا باید به کار گرفته بشه. اون در دست ماست یا بازم؟ خب این دست ماست دیگه، این دست ماست. شما میتونید رحمت عامه، رحمت عامه الهی، میتونیم چند دست راست کنیم توی سفره برداریم. ما رو دعوت کردن یه مهمانی از این، حالا مثلا فرض کنیم افطاری، از اینجا تا اونجا سفره چیدن، صدها نفر نشستن دور اونجا، هر کسی دست دراز کنه، کسی هم ممکنه بگه نه من اشتها ندارم، یکی هم ممکنه بگه من خوشم نمیاد، یه کسی هم ممکنه سه پرس بخوره. توجه میکنید؟ هست، سفره هست، باید دست دراز کنید بخوره دیگه، کسی نیست بیا بگه دهن باز کن لقمه رو بذار دهنه دیگه، هر کسی باید از خودش پذیرایی بکنه. ولی الان از همین رحمانیتی که شامل حاله حالا اینه در بله. چرا همه به یه دریافت نمیرسن؟ مگه همه مشتاق نیستن؟ توجه بفرمایید که آیا همه مشتاق به یک اندازه هستن؟ حالا گیریم باشن، آیا همه موانعشون یکیه؟ هر کسی یه گیری داره در راه استفاده سفره پنه، همه میتونن چیز کنن، یکی زخم معده داره، یکی قند خون داره، یکی فشار خون داره، یکی چربی خون داره، یکی این داره، هر کدوم از اینا میخوان این سفره رو پهن کردن، میخوان بخورن، یک چیزی، یک گیری دارن، یه بندی، یه قیدی اینجا دارن که نمیگذاره اونطور که باید و شاید از این سفره بهره‌مند بشن. درست شد یا نه؟ لذا اینجا یکی از این موضوعات همینه، بحث همینه که موضوع خودشناسی و همین صحبت که میشه، یعنی بدونیم که چرا ما محروم موندیم، چرا به اصطلاح آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بله این خودش خیلی مطلب مهمیه و الان هی اومدیم هر دوره دیدیم این اشکال هم داریم، اون ایراد هم داریم، این هم داریم، این هم هست، اونجوری هم هست، اینجوری هم هست. خب در واقع همین کاراست و اشکالاتمون، توجه فرمودین،
اشکالاتمون، بحث انگیزه ها، بحث مسائل مختلف. حالا خوشبختانه تو مسیر حرکت کیفی دیگه اون انگیزه های فرار از غضب الهی و مزد و پاداش و دوزخ و ترس و اینا که همه به کناره، یک چیز بیشتر نیست. یعنی هر کس که تو وادی کیفی حرکت میکنه دیگه کسی انتظار نداره بگه که من اومدم که خدا کارم اون را بندازه، اونو در حاشیه دنبال میشه، یه تجربه مثبت چیزی دنبال میشه. هدف کسی خوشبختانه نیست، وگرنه دیگه مکافات اندر مکافات بود، دیگه مصیبت اندر مصیبت بود. خوشبختانه کار آسون تره، ولی همونا باید کار کنیم. دیدیم که باید حاضر باشیم، خب باید حاضر باشیم. گذشته وجود نداره، آینده نیست، گذشته نیست، همین از سائه ما مفهوم داریم. دقت فرمودین؟ الان حالا این خب بحث چیزی داره، الان برای من شما گذشته اید، همون شما که الان اینجا نشستید، خب شما متعلق به یک زمانی هستید که میتونیم فاصله مون اندازه بگیریم، درسته یا نه؟ سرعت نور شما به من رسیدید، من ببینم که شما مال چقدر گذشته هستیم. پس تنها حقیقت برای من چیه؟ من اینجا، من و اینجا تنها. حالا تو این مجاز، خود این مجازی که هستیم، حالا تازه این مجازم دوباره بین من و شما دوباره یک مجاز و یک حقیقته. دوباره من تنها چیزی که اینجا میتونم روش حساب کنم خودم هم اینجاست، همین لحظه، چون شما گذشتید، شما مال گذشته هستید، مال چند یکی بذاریم، یکی اصلی، یک و چند تا نقطه بذاریم جلوش، هرچه نسبت به 300 کیلومتر در ثانیه فاصله مون رو حساب کنیم، ببینیم شما مال چند چقدر زمان قبلیم. خب بنابراین موضوع سر اینجاست که آیا من اینجا حاضرم؟ یک فاکتور. آیا من با زمان در تضادم؟ آیا من با مکان در تضادم؟ به مکان دیکتاتوری میکنم؟ خب اینا همه یک مسائلی است که داریم شناسایی میکنیم و هر چی میریم جلوتر با این شناسایی که میکنیم مبانی رو که داریم برطرف میکنیم، بیشتر از این سفره میتونیم متنعم بشیم و برخوردار بشیم، درسته؟ هر چی اشکالاتمون بیشتره کمتر میتونیم استفاده بکنیم، این یک امر بدیهی است. به من تو آگاهی اومد که فاکتور لازم رو نداریم برای گرفتن آگاهی لازم. فاکتور لازم، فاکتور لازم در حالی که هممون چرا داریم، منتها فاکتور لازم نه خودمون، شرایط ماست، نه خودمون، خودمون مشمول رحمتی، مشمول آگاهی هستیم، مشمول هستیم، مانع داریم، موانعی هستیم، حواله صادر میشه، به دستمون نمیرسه. اول که مشتاق نبودیم، حالا مشتاق شدیم، حواله صادر میشه، حواله به دستمون نمیرسه. اینو درست میکنیم بالاخره، اما اصول سر جای خودش هست. حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود، به دام اشتیاق افتاده بود، اشتیاق میخواد و اشتیاق میخواد و اشتیاق. وقتی اشتیاق بود بقیه موانع هم شناسایی میشه، بقیه موانع درست میشه. فقط موضوع سر اینه که یا که نبود و ما بخواهیم رسالت گذار باشیم، رسالت بخواهیم، رسالت گذار باشیم، بخواهیم نقش خودمون رو در هستی پیدا کنیم. چرا من خلق شدم؟ این میشه یا که نبوده، چرا من خلق شدم؟
رسالتمو وقتی پیدا کنم، نقش من در این نقش عظیم قرار چی باشه؟ چرا دنبال من اومدن؟ خب چرا دنبال من اومدن؟ از من چی میخواستن؟ و بله توی عطف ما فکر کنم فقط به همین اشتیاق بستگی داره، بعد اون از بین بردن تشتت و اینا اون مسیریه که بعدم توضیح دادم من خدمتتون عرض کردم، اصلش اشتیاق از اشتیاق از اشتیاق، یعنی اشتیاق که بود اونم مهار، اونم آدم اونم مهار میکنه، اینم مهار میشه، اونم بلا میشه، اونم به من اگر تشتت ذهنی داشته باشیم ممکنه اون نقطه عطف نگیریم. من توجه بفرمایید که صحبت میکردن بین حرفا توجه بفرمایید که حکمت الهی که امروز بهش رسیدیم، نسبت به اون ایمانی پیدا کردیم، اطمینان داریم که هیچ اشتیاقی گم نخواهد شد، محال ممکنه. اما بحث زمان صدور حواله متغیره. اگر زمان صدور حواله ثابت بود ببینیم چی میشد. یعنی من میدونستم الان اشتیاق به قلب بدم، 5 دقیقه دیگه میگن بیا حواله رو بگیر، الان هممون به این مطلب رسیده بودیم. اما خود متغیر بودن زمان حواله خودش اینه که بدونن کی واقعا مشتاق واقعی است. اونم خودش یه کسی ممکنه یه لحظه یه کار بکنه، یه ثانیه دیگه حواله شو بهش بدن، یه کسی رو ممکنه نگرش دارن ببینن واقعا مشتاق، 2 روز نگرش دارن، 3 روز نگرش دارن، 1 سال، 2 سال، نمیدونیم. ما فقط میدونیم که این قضیه قطعی است و مزد هیچ اشتیاقی گم نمیشه، هم عدالت الهی است هم حکمت الهی. بنابراین ما در این خصوص هم شاهدیم، در این خصوص هم ما به اصطلاح مشتاقیم اما نظاره‌گریم. خب نظاره‌گریم یعنی در این خصوص هم یکی دیگه از شرایط مسئله اینه که هی نگیم چی شد چی شد چی شد، بلکه توضیح دادیم به موضوع شاهد. شاهد الان هم دوستان گفتن تو علسته برب بکنم، هم بازم بحث شاهده. ما شاهدیم، خب ما اشتیاق رو داریم به خرج میدیم و خب نظارگریم. هر زمانی اومدن گفتن بیا حوالتو بگیر، میگیر. هر زمانی نردن شک به شکایتی نداریم. بفرمون چرا وقتی میگیم که الا تو چرا به رحمتش دویدش به جایی نرسد کسب توانایی خیش، الا تو چراغ رحمتش داری پیش، به جایی نمیرسه، زورم بزنه فلان حالا به خورده میاد بالا اینا، ولی اون چیزی که مد نظره یعنی واقعا مد نظر باشه نمیشه. بنابراین مگر اینه که دوباره همون بحث حبل الله و بحث اون مسئله این وسط اون دستگیریه رو نیاز هست، به خاطر اینکه چیزی هم مشخصه تقریبا میشه گفت مسئله عظیمه و مغز ما کوچیکه، توانایی ما میشه همینجا دیگه، میشه اینجا و ذهن ما دیگه، درسته؟ ولی اگه اون دست ما رو بگیره میتونه ما رو گسترده بکنه، میتونه ما رو به همه جا چیکار کنه، در سطح هستی گسترش بده. اینه در واقع الا تو چراغ رحمتش داری پیش، همینه که دستگیری بکنه، میتونه همین ذهن کوچیک ما و مغز کوچیک ما رو میتونه گستردش بکنه که همه هستی توش جا بگیره، درسته؟ جناب طاهری سلام، ببخشید میرنو صحبتتون با عرض معذرت. استاد من چند وقت سوال دارم، چپ و راست میام اذیت میکنم نتیجه نمیگیرم، انشالله لیلت القدر ما امروز باشی. من از دوستان عذر میخوام، یه سوالی داریم انشالله دوستانم همراهی کنم ما بتونیم این استادمون رو امشب یه خود تخلیهش کنیم اگر ممکن.
عرض کنم خدمتتون که استاد من چند وقت پیش یه قصص قرآن افتادم، بعد یه نگاهی به کلاس خودمون کردم دیدم شما هر جلسه یه گوشه‌ای از این پرده رو زدی بالا. میخوام ببینم وقتش هست تو دوره هفت یه قسمت بیشتری حاجی بزنیم بالا یا نه؟ توجه بکنید که ما تقریبا در هر دوره یک مباحثی رو باز یک مباحث مشخصی رو داریم که سلسله مراتبی میریم بالا و بازش میکنیم. یک قضیه رو که حالا شما خیلی روش حساس بودید و هستید و میدونم کماکان، بحث چرا اینجا بودنه، که خب اونم میشه گفت که ترم بعدی خورده راجبش صحبت میکنیم، دقت میکنیم چرا الزام به فلسفه خلقت هست، چرا لازم بوده ما باشیم در اینجا. من فقط یه اشاره کوچیکی میکنم چون میخوایم در واقع سر جای خودش بیشتر باز بکنیم، چون مسائل ما وقتی که تو ارتباطات میریم میان اون موضوع وقتی باز میشه با یه تلنگر یه دفعه اینو که ما اصلا همینجور میدونستیم چیه، ولی وقتی مثلا اینو در فرض کنید در یه دوره‌های ابتدایی باز بشه و صحبت بشه، چون اون مراحل مثلا الان همین ارتباط گستردگی کلی از این قضایا رو چیکار میکنه، کمک میکنه که بعدها وقتی تلنگر بشیم اینو که ما اینو دیدیم تو گستردگیمون، ما اینو دیدیم بهش توجه نکردیم. من یه سوال میکنم، خب یه سوال میکنم از خدمتتون، چه زمانی یک استادی میتونیم بگیم که کاملا به تعالی رسیده؟ یک مثلا استادی میدونم مثلا شما میدونید در همه کاری مثلا در موسیقی تقریبا استاد هیچ کس به تعالی نمیرسه. نه نه، ببینید تو کار خودش مثلا شما چه زمانی یک مدیری، خب یک مدیری امتیاز صدشو میگیره، یک استادی، یک مثلا این استاد ممکنه در موسیقی باشه، ممکنه در هر هنری باشه، یک استاد خطاط باشه، یک چه زمانی یک استادی میتونیم امتیاز صدو بهش بدیم، میتونیم بگیم که زمانی که اون مسئولیت رو با سرانگشتاش بازی میده. خب اینو کرد شاگرد. خب توجه بفرمایید که زمانی که اون چی که خودش داره به دیگری بده، یعنی تعالی انتهاش، تعالی انتهاش تکثیر خوده. اگر تکثیر خود نباشه اون تعالی نخواهد بود. چندان مدوید کاندر این خواب، شاگرد همان شده است که استاد. این تعالی یعنی باید تکثیر خود داشت. اگر تکثیر خود نباشه تعالی یه چیزی کم داره. حالا شما وقتی مثلا نمیدونم چیکار کرده باشه، فلان ال کرده باشه، اینا جای خودشه، ولی هنوز کافی نیست. خب مثلا یک مدیری که اگر یک روز تو اداره نبود معاونش قادر باشه، یعنی معاون خودشو به گونه ای آموزش داده باشه که معاونش بتونه اداره کنه. اگر یک روزی ببخشید مدیر یه روزی گفت آقا من از این اداره میرم، جانشیناش بتونن اداره کنن. البته برعکسه، مثلا اینجا چیزه تمام بود بنا اونا دویی که اگه بره جشن میگیری یه چیزی دست. خب هیچی تو دست نیست، واقعا میخوابه.
خب استاد این تعالی رو من با اجازهتون ببخشید صحبتتون قطع میکنم. شما قرار تکثیر خود بکنید، خدا خیرتون بده، ولی ما هنوز در خم یک کوچه. خب این ضعف ما رو میرسونه، درست شد؟ اینو داشته باشین. حالا میاد به میاد در سطح کلان، میریم در سطح بالا، میگیم خدای متعال. خب خدای متعال از خصوصیات تعالی داخل تعالی، درست شد یا نشد؟ اگر یعنی زمانی تعالی تکمیله، ببینید اگه یه استاد موسیقی بره جاش کسی، جای خودش کسی نگذاشته باشه، اشکال برو وارده. خب اشکال وارده، حالا البته خیلی شرایط میتونه باشه، اگر نتونسته باشه امثال، یعنی کسی که باز به تبحر خودش حالا موسیقی بدونه، حالا من از کردم خطا داریم چی داریم، همه این هنرها و همه این چیزها، خب این نهایت تعالیست که او خواسته باشه، خواسته باشه تکثیر خود بکنه. دقیقا فرمودین چی شد؟ حالا دوباره برمیگردیم، خب میگیم خدای متعال، این تعالی چه موقع تکمیله؟ زمانی که تکثیر خود کرده باشه، انحصار نکرده باشه، چون انحصار که کرد اون وقت خلاف تعالی است. حالا خیلی از استادا در همه رشته ها همیشه یه چیزایی رو نگه میداره، باز نگه میداره، درست شد یا نه؟ بنابراین بحث تعالی که میایم، تو بحث تعالی باید تکثیر خود باشه، درست شد یا نشد؟ لذا چه نتیجه گرفتیم؟ حل شد یا نشد؟ حل شد؟ لذا خلقت الزامی است، لازمه تعالی خلقته، بدون خلقت تعالی، بدون خلقت یعنی این مرحله‌ای که او حاضر باشه آنچه که داره رو عریقه قدرتشو ببخشه، میگیم خداوند بخشنده، حالا با اون معنی که بوده، خداوند بخشنده مهربان. خب خداوند چقدر بخشنده است؟ حد بخشندگی خداوند چقدره؟ بی‌نهایت. یعنی چقدر؟ جایی که بله درست شد؟ از کارش تمومه، از چنگش بگیریم میگیریمه. خب حالا بحث اینجاست که او همتا، توجه میکنید، بحث کثرت در وحدت، میخواد ببینه شما اومدی حالا اینا مثال زمینیه، شما در اینجا قرار گرفتی واقعا همتایی؟ خب یا دوباره بحثی نمیدونم مسائل دیگه پیش میاد. لذا باید الاسته به رب بکنم و بپرسه، بگه که حالا میخوای تو هم یه مولکول H2O میخوای بشی، بیا بغل من، با من بشی، دوباره یه H2O دیگه آب رو تشکیل بدیم، یا نه شما میخوای بیا واسه خود یه ساز دیگه بزنی. اگه میخوای یه ساز دیگه بزنی اونجا برو بزن، اگه میخوای با من ساز بزنی بیا با من قرار بگیر، ما هم با هم یکی هستیم. لذا الزامی است، صحبت از تعالی است. تعالی وقتی که شد باید قادر باشه که همتای خودشو ببینه، باید قادر باشه که خودشو ببخشه. هم یعنی میگیم رحمان، رحمان چقدر رحمانه، چقدر رحیمه، چقدر بخشنده است، چقدر مهربانه، چقدر فلان، همینا باید نمود چیز داشته باشه. خب
اونقدر که ساحت مقدس خودش رو باید بتونه قادر باشه که ببخشه. این باید تجلی پیدا بکنه، یعنی باید در عمل تجلی پیدا بشه که بله بخشید، اینا بخشیده. خب منتها حالا اینه که میخواد بیاد اینو صاحب بشه. خب چون اونجا خیلی عظیمه، باید بدبه بیاد یواش 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 کارو از دست استادش چیکار کنه، خطاط دیگه. خب روز اول که نمیتونه بیاد قلمو بگیره، اینام چیکار میکرده، باید اینو بشناسه، قلمو بشناسه، چجوری تو دستش بگیره، کاغذو بشناسه، بلان کنه. این میشه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی یه چرخه ای که در این چرخه ما اون نحوه قلم تو دست گرفتن و اینو اونو 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 یاد بگیریم، ولی مال ماست، ما وارثیم. خب ارثیمونه، مال ماست، منتها بلد باشیم بگردونیم. و بعدم ثروت بابا رو گرفتیم، نگیم بابا مثلا ازن تو کی هستی. خب این ماجرای به اصطلاح الزامی بودن خلقته، الزامی است. استاد یعنی ادامه داره دیگه، این چون تعالی همیشه تعالی است، پس اون هم همیشگی است. حالا اصلا ماجرای عجیبی تو این قضیه هست که حالا من مقدمتا طرح دو تا سوال که شما خیالتون راحت باشه که حالا تا بحث‌های اصلیشو ان شاءالله بیایم با هم دیگه دنبال بکنیم، بدونیم که چرا ما لازم بوده و مجاز هستیم، مجازی که در درون خودش چیزی رو داره حمل میکنه. خب حالا چی؟ این مجاز برای جهنم میمونه جا، درسته دیگه، برای جهنم جبرائیل میمونه جا. جبرائیل ببینید بله دیگه، اون چیزی که از دل اینه، بعد از اون تالار عروسی، برای تالار عروسی اون بر ما فلواقع جانشینیم. و یه چیزی که اینجا مجاز بوده، ما مجاز هستیم ولی روح الله رو داریم چیکار میکنیم؟ هم میکنیم به گنجه آشکار میشه. تو ز چشم خیش پنهانی اگر پیدا شوی، در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. کدوم گنجی که پیدا میشه؟ ما چه گنجی داریم؟ هر چه که میشناسیم که مجاز، کاربرد ذهنی میمیره، کاربرد اختری میمیره، این میمیره، اون میمیره، همون بحث گنج اصلی است. اون روح الله، اونو قراره بریم در یاد بگیریم، در گاب صندوقو چطوری باز کنیم. بازش که کردیم، همه گنجینه او اونجا، همه گنجینه او مال ماست، میتونیم ازش استفاده بکنیم. درست شد یا نه؟ این اثبات بخشندگی است، این اثبات مهربانی است که گنج خودش رو به ما بخشیده. منتها میگه یاد بگیر درشو باز کنیم. حالا درشو باز کردی، شما فرض کنید بچه 4-5 ساله ما بره در گاوصندوقمون رو باز کنیم. حالا کاری نداریم که در ما در گاوصندوق ما رو باز کنیم، چون میریزه بیرون اینا، کاری حالا با اونش نداریم، ولی باز میکنه و برمیخوره به اسناد و مدارک و دست چکاب و مورها و سویچ های مختلف و گیده مختلف. با اینا چیکار میخواد بکنه؟ چیکار؟ خب ما کن. آره من همین گفتم که بگیر. استاد این مطلب رو شما از آخر داری باز میکنی، از ابتدا بازش کن. خب ما اولش رو گفتیم، آخرش هم میگیم. استاد اولش رو نگفتین اصلا. بعد اصلا بحث شروع این کار، بحث چرا یک شد دو، دو شد چهار، چهار شد هفت میلیارد، اونو که توضیح داده بودیم. دو منظور خودمونیم دیگه، مجادله هم دیگه هستیم. و آدم اومد مجادله کرد. آدم اولین بار که نتونست که، خب مجادله کرد. اصلا بحث اومدن آدم، بله ببینید از ابتدا خواهشن، نبرید سر گاو صندوق. ما یه خورده پولکی هستیم، حواسمون پرت میشه. خب حالا اونا رو قبلا هم اشاراتی داشته بود، داشتیم
که به هر حال بحث جانشینه، اینی جائلون فی الارض خلیفه، در این زمینه جانشین بذاریم. جانشین بذاریم یعنی تکثیر کنیم، یعنی حالا وقتشه که تکثیر صورت بگیره. حالا وقتشه که، البته اینو که من میگم در واقع اگه عمر چیزشو نگیریم ممکنه دوباره چیز بشیم، لا شریک الله و این صحبت ها ممکنه دوچار تناقضات دیگری بخوایم بشیم. منظور اینه که مثل خودش رو هم، جانشین خودش رو، علیکه قدرت خودش رو و تمام اینها رو چیکار بکنه؟ اینجا عرضه بکنه. منظور اینه. با این کار چی رو نشون میده؟ تعالی قادر به تکثیر خودش، قادر به اینی که اون چه که خودش داره در طبق اخلاص در اختیار دیگری بذاره. و شما میدونید در عالم واقعیت اگه این کار رو بکنه، خب اولین کاری که حالا در خیلی رشته ها شاگرد بکنه، اول از هم میزنه قلم پای استاد رو، توجه میکنید، قلم پای استاد رو میزنه اول از همه چیز بکنه. درست شد یا نه؟ اما ربطی به چیز نداره. اون استاد اگر بخواد تعالی در واقع تعالی رو نشون بده، باید اون چی که هست در طبق اخلاص چیکار بکنه؟ اون بده. حالا اگر قرار شد سوء استفاده بشه، اگر قرار شد شاگرد در کسرت، شاگرد در وحدت، اینا همه تمرینای اونجاست، تمرینای الاسته برب بکمه. خب و این ماجراها که کما اینکه اتفاق هم افتاده، کما اینکه در همه شاخه ها و در همه رشته ها، به اصطلاح حتی در این کارهای خودمون هم توجه فرمودین، این مسائل وجود داره. لذا تعالی انتها داره. انتهاش زمانی است که قرار باشه اون چه که هست، یعنی همه وجود بخشیده بشه. این میشه رحمانیت، میشه نهایت رحمانیت، نهایت، حالا اگه بخشندگی معنیش کنیم، اگر دهندگی معنیش کنیم، انتهای قضیه بخشیدن ساحت وجودی است که تعالی رو نشون بده. و لذا بحثی دیگه اسم بذارن روش، آدم یا غیره یا غیره، دیگه مهم نیست. مهم اصل ماجراست که او ثابت کرده رحمانیتش رو، از این طریق به این وسیله چیکار کرده؟ ثابت کرده. استاد من یه سوال از شما کردم، ببخشید، ادامه این صحبت بود، البته آخرین جلسه گذشته که خدمتون بودم. علت چسبوندن امشب شما به یه توضیح دادیم خدمتون که انگیزه ای که الان پیدا شده برای زنده ماندن دقیقا مثل شاگردی میمونه که تو جلسه کنکوره و داره سوالا رو میزنه، حالا ممتحنم پشت سرش بسته که بگیره، اونم یه چشش به ممتحنه، یه چشش به کاغذه، یه چشش به ممتحنه، یه چشش به کاغذه، که این نیاد جلو بگه وقت تموم شد کاغذه رو بده. و حالا اگرم کاغذه رو گرفته بین زمین و هوا، بازم یه دونه از این چیزا رو، یه تیکم که شده تو زمین و هوا، یه تیکی بزنه. به هر حال نمیدونیم اون چه که مسلم شده یا برای خود من چیز شده، دانستن، یعنی میدونم، یعنی در واقع احساس میکنم ما فقط برای همه چیزها که خوب هست، واقعیت زندگی هست، اما همه چیزها یک محوره، دانستن. استاد اگر بگم بدجنسی، آخه اون دفعه گفتم شما ناراحت شدی، شما که رفتی و برگشتی، آخه نه قربانت برم، شما که آخرشو دیدی. حالا امیدواریم که واقعا اکاش این تو بود و اکاش فهمیده بودیم، ولی خب همچین واقعا ادعای نیست و احساس میکنم که کماکان مثل همون شاگرده
فقط باید گرفت 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 دانستن دانستن دانستن. استاد من یه گله‌ای بکنم از اون وقتی شما این صحبت رو کردید دوره چهار تا الان گیجم خود بنده. خب به هر چیزی چنگ انداختم به عنوان یک مشوق برای ادامه پوش دیدم. اون که قانون الان اومدم جا پای جای شما بگذارم حالا دیگه نمیتونم. خواهش میکنم قانون پوچ در قبلا بهش رسیدیم قانون حالا اینو یه خود بازش هم بکنیم قانون پوچ بودن خب به عبارتی هستی حالا هستی منظور اون چه که پیرامونه قانون شد هر چه دستمون برسه پوچ میشه واقعیت پوچه درست یا درست نیست واقعیت یعنی واقعیت در واقع پوچه خونه داره اینه و دنیا دیدی و هر آن چی دیدی هیچ است همون پوچ است سر تا سر آفاق دویدی هیچ است وانیست که در خانه رمیدی هیچ است وانیست که گفتی و شنیدی هیچ است نه این این اون نیست توجه بکنید که توجه بکنید که این نقشی این کاری خدمتی است که روح داره انجام میده اگر روح نبود در این مقطع ما به پوچی نمیرسیدیم خب یعنی اولین چیزی که دستمون میرسید گفتم چی گفتیم که دیگه اونو تو ابد و در بود اما الان ما هر هدفی رو برای خودمون تعیین میکنیم میرسیم یه جایی میبینیم که نه اینم نیست اینم نیست استاد پشت هیچ چی پشت هیچ پشت هیچستان جاییست شعرم اومد استاد خب پشت هیچستان جاییست خب پس اینجاست که لذا این قضیه برای اینه که ما جذب پوچ رو باید تجربه کنیم تجربه میکنیم واقعیته ولیکن حقیقت قرار ما به حقیقت برسیم قرار یعنی پشت این پوچ چیزی پیدا بکنیم درسته یا نه؟ خب لذا بحث تلفیق واقعیت و حقیقت ماجراهای دیگری رو برای ما به اصطلاح باز و روشن میکنه حالا یه نفر زود به این قانون میرسه یه نفر هرگز نمیرسه دقت میکنید یه نفر هرگز نمیرسه یعنی پیاما رو میدن نمیگیره خب درست شد یا نشد لذا خود یکی از مراحل کمال درک پوچه درک هیچه یکی از مراحل کماله حالا میبینیم که در واقع کل شی حالک الا بچه همه چیز فناپذیره جز او خب حالا منظور جناب استاد باز دلیل اصلی شما رو من نفهمیدم دلیل اصلی شخص شما بعد از اون رفت و برگشت بعد از این همه مسائل و مسائلی که الان حالا به نوعی من اطلاع دارم شما در جریانش هستی و از همه طرف از طرف شاگرد بعدی مثل من و دوستان طرف دوستان دیگه که داری ضربه میخوری هم استاد علت اصلی این تلاش شما رو بدونم وگرنه ما به قول شما قبول شدیم دقت بفرمایید که ما قبول شدیم از نظر مایی که اینجا هستیم نمیدونیم که قبول شدیم یا نشدیم استاد شما به ما رسوندین قبول شدیم ما خیال اون وقت دیگه نمیخونیم ببینید یک جا هست که مثل این قضیه میمونه که ما اینجا هستیم نمیدونیم که چی داریم همه کارامونو میکنیم یه جا هست ما پشت پرده رو نگاه کردیم دیدیم قبول شدیم یه کسی رو داشتیم تو اریم دارم حوزه زنگ زده با تو قبول شدی توجه فرمودین اینا هیچ کدوم ناقضه اینه که ما یه نفر تو حوزه به ما رسونده که آقا تو قبول شدی نیست در هر حال فرقی نمی کنه
اینجا ما در وضعیتی قرار داریم که مع الخلق الال حق با خلق به سوی خب به سوی حق یا او یا نمیدونم هر چی کرد. الان اینه که ما قبول شدیم ناقض تلاش ما نیست، ما آگاهی فرض آگاهی گرفتیم دیدیم قبول شدیم، اطلاع گرفتیم دیدیم قبول شدیم، کشف رمز کردیم گفت دیدید بهتون گفتم این قبول شده آدم انبونی. خب و حالا ما از پشت پرده خبردار شدیم که به اصطلاح قبول شدیم، اما این ناقض حرکت ما کلن تلاش و تسلیم ما نیست و هنوز که هنوزه میخوایم ببینیم که این چی بوده، پشت پرده چی بوده، جواب سوال چی بوده، سوال چی بوده، نمیدونم اونجا اونجا اینجا، هنوز که هنوزه میخوایم بدونیم الا ماشاءالله که اون البته خواستش رو اعلام کرده کمال ماست، الا انتهای این قضیه بدونیم و به اصطلاح رسالت ما دانستن آگاهی است. رسالت ما در اینجا پی بردن به نقشه الهی، پی بردن به نقشه الهی نیاز به آگاهی داره. آگاه که شدیم رسالتمون رو اینجا به جا آوردیم، یعنی این رسالت این قضیه است. خب به نوعی ببخشید ما توانای نادانی هستیم اینطور که شما میفرمایید که تا وقتی اون دانایی رو به دست نیاریم اون توانایی هم به دردمون نمیخوره. به عبارتی اون دانایی است که به اون معنا میده. دقیقاً. خب بعد دوستان ما از این طرف محکومی هستیم که باید یک مسیر آ تا ب رو طی کنیم، منتها ما نمیدونیم، میگم داریم گیج میزنیم که آیا چون محکومیم بیایم با عشق طی کنیم یا نه بگیم محکوم نیستیم عاشق باید باشیم. حالا نمیدونم یه جوری گول بالیدن، نمیدونم استاد یه خود اینجا ما گیجیم. توجه بفرمایید که تمام اینها به عبارتی دلیل داره، یعنی هیچ کدوم از این مسائل نیست که دلیل نداشته باشه. مثلا اینه که اون بخش جبری که حاکم شده که ما تو ریل افتادیم، حرکت ذاتی با هم صحبت کردیم که این انالله ما رو تو ریل انداخته، همین ریل خودش رحمته. چرا رحمت جز رحیم بودنشه؟ جز زمانت دیگه، جز زمانتی بوده که کرده این زمان، یکی از تضمینایی که کرده میگه یا سود تضمینی داری تو، در هر حال سود تضمینی داری، چه ما بردیم چه باختیم سود تضمینی داریم. در واقع اون یکی از اون چیزاش که حالا صحبت نکردیم بعداً باید باز کنیم. تو یکی از اون چون رحیمش گفتیم آن چه که ضمانت میکنه رحیم بود، درسته؟ مرگ و جهنم و صحبت کردیم دیگه، چی تضمین میکنه؟ همون ریله. ریله یعنی دیگه میدونیم که انداش این آدنه ها که ما را انداختن تو این لوکوموتیو باید بیاره، میتونی کم کنی چیز کنی، ولی تضمین کرده که ریل تضمین میکنه مقصد رو دیگه، یا نه ریل مقصد رو تضمین میکنه. ممکن ما اگه از جاده بریم به بیراه اونا دفعه گم کنیم، ولی وقتی رو ریلیم ریلی یعنی چی؟ یعنی خودش تضمین میکنه، ریل تضمین کننده است، یا نه؟ یا اینطور نیست؟ حالا ما چون اینجا به مفهوم ضمانت و بحث رحیم رو یه چیز دیگه معنی کرده، ما نمیتونیم هنوز رحیم رو خوب باز کنیم. فعلت اینه که تا حالا اصلا رحیم یه چیز دیگه معنی شده، گفتن رحمت خاص که به اصطلاح فقط مثلا شامل مثلا شهدا و نمیدونم اینها
مثلا میشه، ما هنوز نمیتونیم رحیم رو خیلی، یعنی تضمین و ضمانت حرکت رو هنوز نمیتونیم خیلی باز بکنیم، زمان میخواد خورده. خب حالا الان همش آه و ناله که آقا مثلا برای چی مثلا این جبره، یا مثلا این حرکت ذاتیه خب خودش یه جور جبره دیگه، ولی میبینیم بازم کمکمون کرده اونجا. این هم از ارفاقاتی بوده که شامل حال ما شده. ریل مقصد رو تضمین میکنه، یعنی میگه که گم نمیشی. ممکنه این برنامه رو از تو لوکوموتیو نگاه بکنی، ممکنه نگاه بکنی، ولی مقصد رو من تضمین کردم. بزرگترین پیمانی که با ما بسته، بزرگترین نویدی که داده، نوید الیه راجعونه. چجوری الیه راجعونه اجرا کرده؟ با ریل. خب با ریل. و اون ایستگاه ها هم اومده مرگ و جهنم، ایستگاه های بین راهی و اینا را هم تعریف کرده. خب اما ما چون فلسفه خلقت رو هنوز مشکل داریم، اونجا روی اون قضایی هم که در واقع بخشی از جب، بعضی از بخشی از اختیار ما رو خودش تقبل کرده، این اینجا یه نکته ظریفی ها، بخشی از اختیار ما رو که قرار بود ما خودمون اختیار کنیم درد سر ساز بشه، اونو گفته من خودم براتون اینم ارفاق بهتون میکنم. یعنی در واقع جبر نیست. اگه یا خاطرتون باشه گفتم که یه جایی میرسیم میبینیم که اصلا جبر هم خب خودش اینطوری نیست. لذا بخشی از اختیار ما رو خودش تقبل کرده، گفته بابا جون تو اینا رو، مثل بعضی موقع معلمه میگه که بابا من یه چیزاشو من خودت، تو فقط تا اینجاشو بیا، اینجاشو دیگه نمیخواد تو سادهش کنی، من خودم برات مثلا جواب نهایی رو من که میدونم، تو تا اینجاشو بیای من بقیهشو میدونم، مثلا تو این کس رو به دست بیار، نمیخواد وقت تو طلب کنی تقسیمش کنی، جوابشو بنویسی. یه چیزایی رو خودش تقبل کرده، تقبل میکنه. بنابراین بخشی از اختیار ما رو خودش تقبل کرده و جای ما داره انجام میده، و این از جمله این بحث ریله، یعنی تضمین کرده که راه تو در کل گم نمی کنی، من خودم هستم. درست شد یا نه؟ نه مجبور بوده استاد، مجبور بوده، برای که یه بلایی سر کنه بوده که مجبور آخر دستمون رو بگیره. بالاخره شده، حالا اینجوری بگیم شده. استاد بعد به شروع داخل بریم یک ارتباط، بعد چیز دست داره نمیدیم جواب سوال ایشون، چرا دست آن کسانی که میخواد، نه اونایی که ببینید یه ریله، اون ریله بخشی از اختیار ما رو گرفته که رسیدن به مقصد تضمین، یه مرگ، یه جهنمه، اینا تضمین کرده که اینجا نمونیم، میبرم به اونجا، اونجا میبرم به اونجا. درست شد یا نه؟ حالا تو مسیر توی اینجا که هستیم، اونم دیگه قانونمنده، قانون باستابه، ید من یشاء و یذل من یشاء، اینا قانون باستابه دیگه، قانون. خب ارتباط روح جمعی، ماه ماه دعاست و اینها، اینا هم به کارمون میخوره. ارتباط روح جمعی در مورد کنترل تششع منفی جمعی، آنچه که کنترل تششع منفی جمعی است، من یه توضیح بدم خدمتتون که شما توی درس‌های مقدماتی دیگه بحث بازتاب تششع و بازتاب شعوری رو که مفصل صحبت کردیم دیگه، درسته؟ یکی از مهمترین ارتباطات، ارتباطات روح جمعی است، یعنی تأثیرگذاری جمعی از ارتباطات روح جمعی هست. توجه فرمودین که توضیح دادم شبکه‌های شیطان پرستی از این ارتباط حد اکثر استفاده رو دارن میبرن، یعنی بردن در طی سالهای قبل این کارو کردن، و ما در ارتباطات روح جمعی بحث‌های به هر حال
تجهیزات مثبت نمیدونم چیزهای مختلفی رو که داریم، از جمله انتشار آگاهی، خب انتشار آگاهی اینها رو داریم و تأثیرش هم در روی جمعی شما میتونید در جامعه ببینید، بحثایی که نشده ولی شما دارید باش برخورد میکنید، به انواع و اقسام مختلف میبینید که دارید برخورد میکنید و بازتاب های این قضایی ها رو میگیریم. و خب حالا مخصوصا چون این چیزای روی جمعی اثراش در طولانی مدت معمولا هم بیشتر ظاهر میشه، بنابراین این بخش رو یه خورده جدی تر بگیرین، چون ما معمولا بخشای رو جدی میگیریم که زود جواب آنیش برمیگرده، اون بخشای رو که قراره به مرور زمانی یا زمانی خورده میخواد زیاد ممکنه برامون جدی نباشه، یا بخشایی که ممکنه نتونیم اثر آنیش رو تجربه بکنیم زیاد جدی نگیریم. اما میخوام بگم که ارتباطات روی جمعی رو خیلی جدی بگیرین و روش حساب بکنید، به اصطلاح خیلی مؤثره و در آینده این قضایا، یعنی در یک زمانی نه چندان دور، بیشتر ارتباطات از مسائل روح جمعی کار میشه، ارتباطات روح جمعی کار میشه و در سطح سطوح کلان کار میشه. ارتباطاتی مثل مثلا ارتباط ویژه که حالا داریم ازش استفاده میکنیم، اینها در سطح کلان و در سطح کل کارسازی های بسیار زیادی داره و خلاصه کلام روی این موضوع هم دقت نظر کافی داشته باشیم. خب ارتباطی برقرار بکنیم. هر چی اسمش کنترل تزش منفی شد میتونید استفاده بکنید. جانم جانم بله، گفتیم که کنترل های تجشع منفی هر چی که هست، هر چی اعلام کردیم کنترل تجشع منفی میتونی اعلام بفرمایید. بفرمایید. میخواستم بگم داستان از آدم تا کدوم قسمتش سمبولیکه، کدوم قسمتش واقعی میشه، یعنی واقعا رو همین کره زمینی که ما الان زندگی میکنیم اولین آدم بدون پدر مادر بالاخره بوده با همسرش به دنیا اومده، یا اینکه این هبوط آدم که سمبولیکه هبوط مثل خود ماست که هبوط کردیم اومدیم توی جنین و اولین آدم هم هبوط کرده توی جنینی که بعد حالا متکامل شده. توجه بفرمایید که صحبت از آدم، آدم وقتی میشه اونجا صحبت میشه موجود نمایشگاهی، توضیح دادیم وقتی یک کارخونه میخواد یک محصولی رو بیرون بده، مثلا یه ماشینی رو، این ماشین رو اول نمونه سازی میکنن، تک سازی است و اینو به معرض نمایش میگذارن، قابلیتاشو مورد بررسی قرار میدن، میگن این ماشین اینه اینه اینطوریه اینطوری. اگه شما بگید من الان یکیشو میخوام بخرم، میگم ببخشید این 4 سال دیگه میاد تو بازار، 3 سال دیگه میاد تو بازار، درسته؟ در مورد آدم اونجا گفت که بله یک همچین چیزیست و علم آدم اسماعه کلها، همه رو دادیم بهش بلانکت. خب این نمایشگاهیست، به معرض نمایش گذاشته، گفت بیاید من رو آزمایش بدیم به اینی که من چیز دادم و و همینجوری همه رو به چیز اظهار نظر راجع به این موجود نمایشگاهی فرا خواند. اونا گفتن ما سر در نمیاریم. اما بعد از اون این موجود نمایشگاهی خط تولید براش آغاز شد، یعنی دیدن، پسندیدن، فتبارک الله احسن الخالقین گفتن، همین حرفا شد
ولی حالا بعد از اینکه سفارش ها رو مثلا فرض کن کارخونه سفارش رو میگیره، تازه میره خط تولیدش رو میخواد بچینه و خط تولید شروع شد که نمیدونم این کارو بکنه، اینجا ساکن شو، به این درخت نزدیک نشو، نمیدونم فلان. چرا درخت رو هم که گفتیم توضیح دادیم دیگه، چرا درخت نزدیک نشو، اگه نزدیک حالا اونورم بهش رسوندن که اگه نزدیک بشی جاودانه میشی فلان میشی، در واقع مقدمات خط تولید فراهم شده و زندگی های مختلفی رخ داده. یک کیس از این زندگی در این پستیست که ما میشناسیم، یک کیسش که اونم اینجا وارد شدیم، اینجا وارد شدیم یه جایی که هستی پیرامون ما، صحبت از بیگ بنگ، صحبت از ستاره ها و کهکشان ها اینا، ما فقط در این مقطع است که با ستاره و کهکشان و بیگ بنگ و اینها برخورد کردیم، قبل که برخورد نداشتیم که، درست شد یا نه؟ اینجا با زمین برخورد کردیم، با این زمین، اینجا که زمین نمیشناختیم که، درست شد؟ خب حالا اینجا یه زمین داریم و ما زندگی اینجا رو آدمیزاد که بشر باشه اینجا در قالب انسان داره تجربه میکنه، درست شد یا نه؟ خب آیا یک دفعه یک موجودی، حالا به هیبت ما یا انسان نئاندرتال یا ما قبل نئاندرتال، یه دفعه ظاهر شده؟ شده؟ نمیتونه شده باشه، چون با قوانین دیگر در تضاد میفته. قانون دست و پا رو بسته، میگه برای وقوع هر چیزی قانون علت و معلول. این آدمه کجا چیز شد؟ شما باید یا بگی با چتر نجات اومد پایین، میگن خیلی خوب، یا باید بگن این سفینه آورد گذاشتش اینجا، یا باید حرفی زده بشه که در واقع یک ماجرایی رو به اصطلاح بخواد بیاد بیان بکنه. بنابراین وقتی میایم تو مایه بحث انسان، میرسیم به ما قبل تاریخ و بحث چیزهای مراحل مختلف این خط تولید، اینجا تازه یه خط تولید کلی داریم، یه خط تولید مقطعی و مرحله‌ای داریم که این خط تولید مقطعی اینجا رو زمین چجوری حاصل شد که ما رو زمین تونستیم تجربه زمینی کسب کنیم. در تجربه زمینی ما قابلیت تولید مثل داشتیم، داریم، برای زندگی بعد دیگه معنی نداره. پس اینجا اومدیم یه تجاربی رو به اصطلاح در رابطه با مکان و زمان و ابعادی اینجا داشته باشیم. بنابراین اون آدمی که رو زمین میگیم حضرت آدم، با اون آدم اون بالا فرق بسیار زیادی داره. این آدم اینجا تو این زندگی اون آدم کل حلقه است. اینه که اینجا گفته میشن میگه حضرت آدم، حالا تو این مقطع اینطوری شده، خط تولید را افتاده، همین که رسیده درب کارخونه شده حضرت آدم، خط تولید ماشین انسان نئاندرتاله اینا ته شده، روزی که دست چپ و راست رو شناخته گفتن این حضرت آدم رو زمین، یعنی آدمیزاد رو زمین. آدم اندیس این روی زمین، نه آدمه. خب حالا آدم اندیس این به این صورته که دیگه در چپ و راست رو میشناسه و مراحل نئاندرتالی و بدویت و اینا رو پشت سر گذاشته، دوره طفولیت و اینها رو پشت سر گذاشته، حالا ابزار میشناسه، میدونه خوب بعد چیه، حابیل و قابیل پشت سرش، مثلا اینکه خوب و بد و اینا استارت میخوره، یعنی دیگه رسما قیچی میندازن که فلهما فجورا و تقواها روی زمین،
یکی در کل، یکی حالا روز زمین استارت خورد، شعبهش روز زمین. خب هابیل و قابیل سمبل خب پیاده شدن عرض و عرضه تضاد روز زمین بود و اینها قیچی رو روبانش رو چیز کردیم که تضاد آغاز شد. قیچی کردیم برادر افتاجون و برادر افتاجون این و این ماجرا روی زمین آغاز شده. بفرمایید. پس سمبولیک نیست هابیل و قابیل. خب چی شد الان؟ ما با توضیح که دادیم شد قیچی که در واقع به صورت سمبولیکی آغاز شد، یعنی یه انسانی. اما شما برای اینکه الان خب این جدا دچار مسائل یا تضاد دیگه نشیم، اینا چون بعضیا واقعا خب تصور این که قابل بوده قابل بوده و این مسئله، اما در واقع این نشون میده این داستان که تضاد روی زمین آغاز شد، برادر افتاد جون برادر. اینقدر این تضاد کاری است و اینقدر این تضاد اساسی است. درست شد یا نه؟ اما حالا چه فرقی میکنه استاد؟ چه فرقی میکنه؟ من متوجه نشدم استاد. شما فرمودید تا یه مرحله این نسل انسان اومد به یه هوشی رسید که میشد بهش بگه خوب و بد. اون اولی آدمه. بله، یعنی ماشینی که میاد در تو خط تولید شما برید ماشینه به درد نمیخوره، رنگ نشده، اونجوریه، میگم صندلیش نصب نشده، دم در کارخونه به این میگین ماشین. حضرت آدم دم در کارخونه در واقع تحویل شده، یعنی دیگه به عقلی رسیده، یعنی شده کودک. خب حضرت آدم کودک، یعنی تونه عقل، افتتاح عقل. الان شما دارین راجع به کسی صحبت میکنین که استخونه جز خاک این زمین زیر پامونه دیگه. پس سمبولیک نیست. بله خب پس بچه هاش هم سمبولیک نبودن دیگه. اما توجه بفرمایید که حضرت آدم اشاره به عصری و انسانی که اومد بیرون حالا به عقل رسیده. حضرت آدم یک سمبول و نماینده اون جمع و اون نسل شد. حالا اگر این واقعی باشن این دوتا بچه پسر این خوب و بد که زدن خوبه رو کشتن، یعنی همه ما از نسل بده این. پس عرض میکنم خدمتتون، پس به چی میرسیم؟ سمبول میرسیم. دقت فرمودین؟ به سمبول میرسیم و میرسیم اینکه بابا اینا افتتاح شد، چرقه اینا قیچی شد، یعنی بابا جون نظام اینطوری، حواستون رو جمع کنید که به اصطلاح این تضاده باهاتون این کارو میکنه و میتونه کاری بکنه که شما در واقع بشین از این نسل و حواستون رو جمع کنید. هشداره، وگرنه اگه اینطوریه خب ما از نسل بعدیم دیگه، من چه گناهی دارم؟ شما چه گناهی دارید؟ تبرئه. خب اما میتونیم تبرئه کنیم، بگیم آقا به ما مربوط نیست، برید هابیل و قابیل و هر کاری میخواد بکنید، برید با اونا کار بکنید، کارتون انصافا وجدانا با ما نباشه. خب زنش که جزء بدن نمیشه. حالا بنابراین زنا مگه اصلا جزء بدن میشن؟ آخه میفرمایید شما. خب لذا فرقی نمیکنه که سمبولیک بگیریم یا سمبولیک نگیریم، موضوع ما رو عوض نمی کنه. ما الان کم و که به کارمون تقریبا مشخص شده که چی کار باید بکنیم. یه سوال دیگه استاد نامربوط به این، شما دوره تشعشع دفاعی فرمودین که آینه یه سرایی داره که تو دورهای بعد بهتون میگم، یعنی تمام داره میشه دوره هفت هنوز نفهمیدین؟ نگفتیم دو دوره، گفتیم حالا دورهای 14. بله ببینید، ما البته امیدواریم که تو دوره بعد بتونیم این قضیه رو داشته باشیم. مسئله که هست بحث اجرایی این قضیه است. موضوع اجرایی این قضیه مشکل داره. خب یعنی از نقطه نظر انجام عملی قضیه مشکل داریم و یه جورایی روگردان هستیم از انجام آزمایش عملیش، به حساب این که دیگران از شما تقلید نکنن. خب
و خلاصه یه سری مراعات هاست وگرنه مسئله نیست. اما به طور کلی قول میدیم به کسی نگذارید دقیقا مثل لحظه حتما دقیقا مثل همونا خبراش میاد خبراش میاد. ما البته توجه میکنید که ما هیچ چیز محرمانه‌ای نداریم. آگاهی عامه، آگاهی مال همه است. احتکار آگاهی بزرگترین جرمه در وادی عرفان و کیفیت. احتکار آگاهی بزرگترین جرمه و خیانت به بشریت. ولی موضوع سر اینجاست که هر چیزی به جا و به نقطه. و میدونید اگر یک مطلبی رو زودتر از موعد دیرتر از اینها، فقط این مطلبه که افرادی که میخوان بیان با این مسائل آشنا بشن تمام و کمال و سر جای خودش آشنا بشن. تقلید خطرناک توی این قضیه، تقلید خطرناک. و از صورت آینه دو جنبه داره، جنبه خوب و جنبه بعدش رو داره. میشه هم به جنبه مثبتش را پیدا کرد. در روی خود تفرج سن خدای کن که آینه خدای نما میفرستمت. آینه خدای نما، خب آینه خدای نما یعنی خب تو آینه چی رو میبینیم؟ ماییم دیگه، ما غلط، ما که کسی نیست. و یک چهره چیز دیگری رو نشون بده. ولی اگه اشتباه بری یه دفعه با یه بخش دیگه برخورد میکنی که اون بخش دیگه همون مشکلات عدیده رو درست میکنه. و ما از این چیز داریم که دیگرانی این مسائل رو مورد تقلید قرار بدن. البته الان کتبی هست میگه برید بشینید تو آینه نگاه کنید، فلان کنید. مردم هم این کارا رو میکنن، گرفتاری هم ایجاد میشه، دردسر هم درست میشه. و خلاصه این مسائله. ولی انشاءالله دنبال میکنیم، انشاءالله دنبال میکنیم مسئله رو. واسه شعر دوباره بخونم. در روی خود تفرج صنع خدای کن که آینه خدای نما می فرستمد. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانی. اینا چیزاییست که در واقع بله بفرمید. جلسه قبل من همه رو شنیده بودم تو طول این مدت. یه مرحله دیگه هم ارتباط با موزه بود که همش این رو به من میگفت بلند شو برو بگرد. توی این یک ماه یه فرصت کوتاهیه، اون کسایی که ندارن بهشون برس. این یعنی مثلا مرتب همینجور اتصال و اینا هم نیستم استادا، همینجوری نشستم تو خونه. یه دفعه این شروع کنه با هم حرف زدن و منم این کارا رو دارم میکنم دیگه، هم نمیدونم که چیه. بله باش، آدرسمون رو میدیم خدمتتون که این که ما رو بله نه باشه بله. توضیح البته دادیم دیگه راجع به بحث آثار اجتماعی روزه، با هم صحبت کردیم دیگه که بله که در واقع آثار اجتماعی روزه صرفه‌جویی حداقل 30 وعده غذا. توجه میکنید 30 وعده غذا قرار صرفه‌جویی بشه. خب یه آثار، یه اثرات معنوی داشته، یه اثرات مادی داشته. حالا اثر مادی قضیه تأثیراتی است که تو جامعه داره. حالا این 30 وعده غذا رو ما بدهکار میشیم به بخشی که دستشون به دهنشون نمیرسه و اونا گردن ما حق الهی دارن و حق اونها به اصطلاح در نزد ما به اصطلاح باید محفوظ باشه.
ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون و یمنعون الماعون. بحث یمنعون الماعون بقیه نفس هم ادامه میدیم چشم جلسه بعد دوباره ادامه میدیم. خب این یمنعون الماعون خب یه جاش در بحث خمس حق است که یتاما و المساکین گردنمون دارن، خب تو بحث خمس و مسکینی نباید باشه، مسکینی نباید باشه و از محل خمس اون دو حقشون معلوم شده. خب و بعد بحث دوباره پر کردن شکاف از طرق مختلفی راههایی رو داره، یکیش همینجاست، یکیش بحث فطری است و اینی که صرفه‌جویی که ما به عمل آوردیم، این صرفه‌جویی رو بتونیم در اختیار بخشی قرار بدیم که به هر حال محتاج هستن تا از این طریق شکاف پر بشه، شکاف یا کمتر بشه، یا به هر حال جامعه ای نباید فقیر و گدا داشته باشه. اگر داشته باشه اشکالات بسیار اساسی بر بحث خمس و زکات و نمیدونم روزه و همه اینا وارد میشه، یعنی معلوم میشه که یا ندادیم یا ندادند، یکی از این دوتا. خب یا ندادیم یا ندادن. خب بنابراین این تأثیر اجتماعی روزه است که خب حالا لازمه بهش ما توجه داشته باشیم. البته ممکنه در بحث فطریه مثلا میانگین مینیموم و چیز رو در نظر بگیرم، بیام با یه مبلغی با یه چیز خیلی مثلا 2-3 کیلو برنج، گندم، مثلا میگن اگه برنج خارید، اگه گندم خارید، میدونم این حرفا، اینا در واقع کافی نیست. خب کافی نیست و اون چیزی رو که باید داشته باشه ممکنه نگذاره. البته بعضی هم واقعا خب شاید توانایی اینه که روزه رو گرفتن ولی خودشون هم در این حال برای بقیه فصول سال خودشون هم محتاج هستن، لنگ هستن. به هر حال نمیدونیم این مسئله تأثیرات رو که قطعاً منظور نظر هست که بتونه فایده ای رو یا ثمری رو برای جامعه ای داشته باشه. استاد ببخشید، به من میگفتن که ما هدفی نبوده که تو روزی رو گرسنه بگذرونی، هدف این بوده که تو گرسنه ها رو بری دریابی. بله دقیقا همین رو قشنگ واضح متوجه شدم که میگفت بر مثلا اون خدا اصلا مهم نیست که تو یه ماه یه سال به خاطر اون نیازی نداره که گرسنه بمونی، این هدف این بوده که تو بری اونا رو پیدا کنی و اونا کمک کنی. بله حالا یه بخشایی داره که همینا تمرینه، همینا کارهای مفیدیست و ترک اعتیاد هم که توضیح دادیم راجع به ترک اعتیاد و خب بخش آثار مادی و معنوی مختلفی رو داره که انشالله به هر حال تحقق پیدا خواهد کرد. این میشه قضیه رو باز کنیم که قرآن فرمیاد که جهان هستی رو در 6 روز این منظور از 6 روز چیه؟ ببینید 6 مرحله 6 مرحله 6 روز اینجوری نیست. مثلا 6 نردبان خلقت، یادتونه راجع به نردبان خلقت صحبت کردیم که زمینه
شعور حیات، تعقل غریزی، تعقل عرض کنم خدمتتون که اختیاری. ترم دو صحبت کردیم. خب توجه بفرمایید، مثلا این نردبان خلقت که صحبت میکنیم الان اینجا بحثه، اگه باز هم باز بکنیم خب میتونیم مراحل و پله های مختلف 6 تا پله، 10 تا پله، 100 تا پله، یعنی اگه هر کدوم از اینا رو بخوام باز کنیم نمیدونم چیکار بکنیم. این مراحلی که در ترم دو صحبت کردیم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، اینه که این مراحلی است که طی شده تا ما در واقع اون تجلی خودمون رو پیدا کردیم. مثلا ببخشید، یعنی قبل از اینکه در کارخونه از آدم برسه این کلن مراحلی که تو خط تولید یا به طور کلی در بحث خلقت ما به کار برده میشه، حالا شما حسابشو بکنید که درب کارخونه مثلا شما میدید که 50 سال پیش کارخانه فلکس، کارخانه بنز یه ماشینی داده، ولی امروز خب ماشین اسمش هنوز ماشینه، ولی با ماشین 50 سال پیش قابل مقایسه نیست. اولین ماشینی که اومده بیرون دام چراغ نداشته، با فانوس یکی میدویده جلوش، یکی میدویده جلوش راه و براش روشن میکرده، این ماشینه میومده. برپاکن نداشته، نمیدونم چی و مثل هندل و اصلا خب اصلا این نبوده که. بنابراین این قضیه دوباره حضرت آدم اونجا که ما نبودیم که، درسته از نظر شباهتن الان اسکلتشو بیارن مسئله حالا اگر باشه بر فرض محال مطابقت داره، هیچ مطابقت هایی داره، ولی اصلا ما نبودیم که. دقت میکنید به هیچ عنوان در طول تاریخ مثلا میگن خیام ریاضیدان بوده، خب خیام چقدر ریاضی میدونسته؟ یه معادله درجه دو میدونسته. الان یه بچه دبیرستان دیگه عمده معادله درجه دو رو هوا. خب بنابراین تفاوت هست بین بالاخره اون چیزی که بوده در اون موقع با این چیزی که اینجا هست، خیلی فرق هست. در اون ساعت پیامبر یعنی مشتاق برگزیده، خب یعنی مشتاقی که برگزیده شده نسبت به هر عصری، مشتاق برگزیده. علت انتخاب چی بوده؟ اشتیاق بوده دیگه، دمی که نبوده که، پارتی بازی هم که نبوده. خب بنابراین اونجا سمبولی برای اون از آگاه‌ترینشون اون بوده، از همه جلوتر مثلا فرزن اون بوده، اسمشو گذاشتن حضرت آدم، سمبولیک حالا هرچی. خب یک ارتباط برقرار بکنیم، ارتباط گستردگی. ارتباط قبلی که گرفتیم یه چیزی که اومد برای من انا فتحنا لک فتحا مبینا. بله 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 درست، بسیار خوب شد. ارتباط رو میگیریم.
خیلی ممنون، مشکر. خب گرم استاد، یه پیام هست اگه اجازه بدین من بخونم این پیام. بله قربان، بله. خوش رنگ تر از رنگ خدا رنگی نیست، بهتر ز نوای مهر آهنگی نیست. بر هر چی که بنگری حضورش پیداست، در محضر دوست جای دلتنگی نیست. من عاشق آن دلم که دلداده اوست، آن را که دلش زنده بود مرگی نیست. از باغ به جز نام نمی ماند هیچ، وقتی که در آن سبزه و گلبرگی نیست. ما را ببر آنجا که خریدار دلند، در محفل دلبران دل سنگی نیست. ای دوست بگو کجاست آن وادی مهر، جایی که هجوم و ستم و جنگی نیست. آمد ز منادی نجات آوایی، در خانه ما بیا که نیرنگی نیست. متشکرم. بسیار عالی، مرسی، ممنون. سیر آفاق، سیر انفس. خب تو تا دو گونه سیر کلن داشتیم، سیر آفاق یعنی سیر در واقع هستی، سیر انفس سیر درون، که این منجر به خودشناسی میشه. بعضی از ارتباط ها که میگیریم سیر آفاق، مثل همین ارتباط گستردگی سیر آفاق. بعضی از ارتباطات سیر انفسه، مثل مثلا فرض کنید همفازی کیهانی، ببخشید همفازی کالبدی، نمیدونم حالا بحث کنترل ذهن، کنترل دشارج، نمیدونم اینا همشون میاد در سیر درون. ولی همفازی کیهانی، ارتباط گستردگی، اینا میره توی سیر آفاق. بارش، بعد دوباره بارش میاد برای مسئله خودمون. الان ارتباط گرفتم، من رو خوردم تا دریچه، بعد گفتم این دریچه سیر آفاق. بعد من چون نمیشناختم سیر آفاق یعنی هستی، آشنایی با هستی، آشتی با هستی، آشنایی با هستی. خدا از کنون دست کلاس تونه هفته ارتباطی که تا الان داشتیم و تا الان نشیم چیده بشه نم ارتباط بگیرم مثلا با نماز مشکل هم زن با نماز هم بیده تو رفت برای برند خورم میشنم یه ارتباطی بگیرم آقای که بی بچ میرسم و که خیلی دارم حال میکنم چه ارتباطی میگیرم و خب لذت میارم و بعدم مسئله دیگه ولی نتیسته بشنم ارتباط مسلماً الان دیگه داریم به این نتیجه میرسیم که اگر کار بکنیم بهتره تا کنیم. خب کار بکنیم، ارتباط داشته باشیم، راه هموار بکنیم، مسلماً بهتره. استاد ببخشید، یعنی در واقع آشنا میشیم با این حلقه ها که ازش استفاده کنیم دیگه. اگه قرار باشه استفاده نکنیم. استاد ببخشید، یه خود راجع به حدود و ثغور دل صحبت بکنیم تا این وقت باقی مانده. حدود و ثغور دل. دل. استاد ببخشید، قبل از اینکه بفرماییم بنده راجع به این مسئله شدیداً به شما اعتراض دارم، چون خیلی اینجا خسیس هستیم. ببخشید، یه خود بازش کنی، یه خود بلخرجی کنی. آخه میدونید بحث مفصلیه، خب بحث پیچیده‌ایه. دل باز از چه منظری؟ در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا به توانی زیارت دلها کن،
کبزون ز هزار کعبه آمد یک دل. یا به عبارتی، ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن، به خدا او اینجاست. به کجا می روی ای گم شده ی راه مراد، آن خدایی که تو جوییش زهر سو اینجاست. باش هوشیار و مباش غافل از این دل، که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. هرچه بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت، نیک و بد را ولد و والد و زاو اینجاست. بس حدود و سغور دل، پول رایج عالم کائنات دله. کی ثروتمنده؟ کی فقیره؟ خب پس یک ثروتمند زمینی داریم، یک ثروتمند آسمانی داریم. پول رایج کائنات، پول رایج یه پول واقعی داریم، یه پول حقیقی داریم. خب پول رایج کائنات دله. به خدا که هیچ یک را ثمر اونقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، دلی به دست آوردن. خب به هوا پری مگزی باشی، به روی آب روی خسی باشی، پس دلی به دست دار تا کسی باشی. پس اینه که اون کسی باشی یعنی که اونجا به حساب بیای. خب پول رایج دله. چقدر دل به دست آوردی؟ میشه پول رایج، یعنی توی اون کارت اعتباری. خب اون میشه موجودیه. بنابراین بحث یک بار دل بحث پول رایجه، یک موقع چشم دله. خب بحث چشم دله. خب حالا هر کدوم از اینها برای خودش ماجرای خاصی داره و چشم دل در واقع یه سوال اگر بکنیم که چشم عقاب قوی تر یا چشم انسان؟ اما چشم انسان قوی تره، چون انسان دو تا چشم داره، یه چشم واقعیست یه چشم حقیقی. چشم واقعیش به دیدش به عقاب نمیرسته، اما چشم حقیقیش میتونه تا اون سر هستی رو چیکار کنه؟ با چشم دل نظاره بکنه. خب و به اصطلاح در وادی کیفی چشم اون سمت چشم دله. خب حالا داریم همون چشم دل رو به اصطلاح باز میکنیم و میخوایم یواش یواش یاد بگیریم که چگونه با چشم دل نگاه کنیم. خب ببخشید این کائنات هم معنی میکنید؟ کائنات که اون به اصطلاح باز یک باری اسمسی برای من زدین، من اسمس برات ندادین. پس کائنات وقتی میگیم اینجا، منظور کائنات فیزیکی نیست، منظور کائنات نمیدونم مالا ستاره ها نیست، منظور اینه که اگر یه جایی ملکوتی باشه، پول رایج ملکوته، جایی که نمیشه تعریف بشه، پول رایج ملکوت. کی ثروتمنده در ملکوت الهی؟ در ملکوت الهی ثروتمند کیست؟ کسی که چنین پشتوانه ای داره، سرمایه دار به حساب میاد، سرمایه دار ملکوت به حساب میاد. پس کائنات همون ملکوت الهی، منظور جنبه معنوی، سرزمین فرضی الهی است که اونجا هم فرض کردیم که یک جایی است مثل اینجا. حالا افراد را میرن، یکی فقیره، یکی گداست، یکی میدونم چیه ثروتمنده. کی ثروتمنده؟ پول رایج در واقع بس اینجا چقدر دل به دست آوردی همونقدر به اصطلاح سرمایه دار به حساب میاد. استاد ببخشید یه خودم راجع به کمیتش صحبت نکنید؟ اینا از وادی کیفی است و
کمیت به ذرا کیفیت یا که موضوع کیفی است، کمیت نداره که بگی من دو تا دل به دست آوردم. کمیت خود دل، ما مال دلیم، دل مال ماست، چه میدونم دل چه موقعیتی داره از این نظر استاد. توجه بکنید که اینا همش یک بحثای فرضی است، یک بحثای هست که مجازی است. حالا وقتی میگیم دل اشاره به کجا میکنیم اصلا؟ خب بعضیا برای این مسئله جا انتخابی جایی رو در واقع ممکنه در نظر بگیرن. منظور اصلا موضوع کلامی نیست، موضوع اینجاست که دلی به دست آور، آیا این دل چیه که ما به دستش آوردیم؟ آیا چیزیست که میتونیم نشونش بدیم یا یه چیزیست که در اینجا ذخیره‌اش کردیم؟ خب میدونید که همین هیچ کدوم اینا نیست. اصلا کسی نمیتونه راجع به کم و کیف دل صحبت بکنه و بگه که اینه که من به دست آوردم چی هست، درسته یا نه؟ در واقع ما فقط یه تششع مثبت خریدیم. دلی که او میگیم دلشو به دست آوردیم یه جوری به تیپ خاطر و به رضایتی رسیده که تششع مثبتی ما رو چیکار کرده؟ مشمول حالمون شده، مشمول حالمون کرده تششع مثبتی رو. ممنون، دستون درد نکنه. و از این طریق چیزی آید ما شده که نمیتونیم نشونش بدیم. ولی جدا سرمایه ابدی ما شده، در زمره سرمایه ابدی ما قرار گرفته، درست شد؟ پس محدوده این چیزی نیست. بعضیا ممکنه برای دل جایی هم در نظر بگیرن، نمیدونم چیکار کنن، ولی اینطوری از نظر ما اینطوری نیست. یک موضوع 100% کیفی است. متشکرم استاد. خواهش می‌کنم، قربونتون برم، خیلی ممنون. میکروفون. توی آزمایشی که برای آب داشتن، قطره‌های آب، همه رو شیسلی دیده بودن و اینکه یه دونه مثل اینکه تو 10,000 تا، حالا یادم نیست دقیقاً، یه دونش 7 ضلعی بود. میخواستم ببینم این خاص مورد خاصی داره، یعنی این 6 ضلع کلن در همه جا هست، توی اون ستاره داوود، توی این آب، و اینو میشه یه توضیح، حالا زده شروع. بله، 5 ضلعی هم هست. 5 ضلعی هم هست. خب اینا تفاوتش چیه؟ مثلا اون 7 ضلعی، 1 ضلع اضافه یا کم، این چه تفاوت؟ ببینید، ما دقیقا این مطلب رو دقیقاً نمیدونیم که مسئله چیه. یک بار به صورت خطی در میاد که این مرده است. خب به صورت خطی در میاد که مرده است و فرم جنرالو که بیش از همه مثل این که دیده شده، حالا من خودم هنوز تحقیق اونچنان روی این قضیه نکردم، فرم عامش مثل اینکه 6 ضلعی در میاد بیرون، ولی 5 ضلعی هم هست، 7 ضلعی هم هست، منتها کمتر. خب حالا فقط مونده که به پیام رو بخونن که ببینن 5 ضلعی باشه چه پیامیه. از منظم بودن یه فرم کلی، منظم و نامنظم. خب منظمش میخواد بگه که به اصطلاح شعور مثبت، نامنظم شعور منفی. این چیده کلیست، اما بعد باید ببینیم که مثلا 6 ضلعیه چه چیزی داره، چه اثری داره. 5 ضلعیه، 7 ضلعیه، نمیدونم. نه نمیدونم، من روی این قضیه مطالعه هنوز نشده که داشته باشه. بعد اون وقت یه مطلبی که 70% بدن انسان میگن آب تشکیل شده دیگه، با زمین هم میگن 70%ش آبه، اینا چه ربطی به کارگر نیست؟ باید شعور بدن از طریق شعور ذهن روی مولکول روی سلول به سلول و همه اعمال بشه. توجه میکنید؟ این تئوری با شکست مواجه میشه. دقت میکنید؟ یه سر و صدا کردن و فلان زاد، ولی باید از طریق مدیر بدن و سلول اعمال بشه.
دقت فرمودین؟ یعنی اون جایی که میخواد به سلول برسه بس سلول دیگه، در نهایت باید با سلول سر و کار داشته باشیم دیگه، درسته؟ اجازه ورود یا مسدود شدن یا هر چی رو باید از کجا بگیریم؟ باید دستورش رو اون بده، اگه نده میان در پشت در سلول وای میسه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین اونا با شکست مواجه میشه به دلیل اینکه اونا هنوز مدیر بدن و سلول رو نمیبینن، فکر کنن که بدنه و بعد بدن خب آب برام میکنه، اینطوری نیست. استاد میشه حافظه فیزیکال و غیر فیزیکال هم یه دو توضیح بده؟ حافظه فیزیکال هستی بر اساس سرعت نور بر اساس مکان تعریف میشه و اینه که هر ذره‌ای در محاصره گذشته است، خب، و هر ذره‌ای در محاصره گذشته قرار داره و هر چی نگاه کنیم گذشته رو داره میبینیم. این میشه فیزیکال دیگه، حافظه فیزیکال، الان فیزیکی هستیم دیگه. لذا ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم اون چیز رو که میبینیم مال الان که نیست، که مال گذشته است. پس واقعیت گذشته از بین نرفته و ما اگر جای خودمون رو تو فضا تغییر بدیم، خب میتونیم نسبت به یک مکانی در موقعیت که دلخواهمون رو قرار بگیریم. مثلا 1000 سال قبل زمین رو میخوام ببینیم، اگر در فاصله 1000 سال نوری قرار بگیریم 1000 سال قبل زمین رو رؤیت میکنیم. مرسی، ممنون، دستون درد نکنه. غیر فیزیکال شعوریه دیگه، شعوریه، شعور آخری. شما مثلا میرید که حافظه ما میره تا ابد میره، در حالی که از فیزیک خبری نیست. مثلا اینجا فیزیک ما میمیره ولی حافظمون انتقال پیدا میکنه. اصلا این بخش پس کادر ذهنی در واقع که نامکانی رو داره، میتونه در هر زمانی توی هر نقطه ای باشه دیگه، بنابراین میتونه گذشته رو بگیریم، یه جور لازمانی هم برش حاکم میشه دیگه، درسته؟ اون لازمانی که گذشته در واقع گذشته رو داره، نه در مورد آینده فقط نمیتونه صادق باشه، ولی یه جور لازمانی هم هست. ببینید که یک سری از مسائل بعضی ها از برای پیشگویی، برای گذشته نگاه کردن از رو از کاربرد ذهنی استفاده میکنه. این چه نسبت به اون لازمان؟ منتها به هر حال اونها مجاز به این قضیه نیستن، اصلا نباید اینجا باشن، نباید اصلا اینجا باشن، چه برسه بخوام به خدمت این مسئله در بیان بیرون. برای یه ارتباط بگیریم چند دقیقه داریم؟ تمومه؟ هیچی؟ یه دقیقه یک ارتباط داشته باشیم. تا من افطاریمو میخورم شما در ببر شوخی کردم. خب ارتباط یه دقیقه بگیرین شما، فقط بگیرین. خب بگیرین شما بگیرین، فقط ارتباط بگیرین. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزاریم، همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدار، خدا حافظ.